بینندگان عزیز با سلام به شما، طبق معمول هر جمعه ساعت 12 ظهر به وقت شرق آمریکا، پایتخت آمریکا واشنگتن و نیویورک با شما هستیم. کانون آواز تقدیم می کند و امروز خیلی خوشحالم که دو تا از دوستانی که قبلا هم در برنامه ها بودن با ما خواهند بود. آقای قربان علی حسین نژاد، مترجم ارشد سابق رجوی حقیقتا یا سازمان مجاهدین، و پس از ایشون با آقای منوچهر عبدی هستیم که آقای عبدی در آلبانی هستن. اول شما رو میبریم به فرانسه، پاریس زیبا، و با آقای حسین نژاد سلام علیک میکنیم و تبریک میگیم بهشون که اصطلاح یک بار دیگه هم با ما هستن، و تبریک داره که این دوستانی که فرزندانشون در سازمان بودن الان به اصطلاح اونها هم جدا شدن و امکان دیدنشون رو دارن. آقای حسین نژاد با شما هستیم، این شما و این هم تلویزیون مردم و بینندگان تلویزیون مردم در سر جهان، بفرمایید که امروز درباره چه موضوعاتی میخواید صحبت کنیم. اون لینک هایی رو هم که فرستادید هر وقت بگید من اینجا نشون میدم، بفرمایید. بله، با سلام بر شما و همه دوستان و بینندگان عزیز، طبق همین مطالبی که گفتم صحبت بکنیم. مسائل و موضوعاتی است که الان در رابطه با فرقه رجوی و جدا شدگان و مسائل ما و مسائل ایران امروز مطرح هست و موضع‌گیری های فرقه رجوی در این مورد هست. در کل که اولش میخوام شروع کنم از موضوع پیروزی فعالیت ها و اعتراضات جدا شدگان در آلمانی، که اینها به بر اثر فعالیت ها و اعتراضاتشون به استقلال مالی دست پیدا کردن. در نتیجه کمیسار یا بالاخره پذیرفته که حقوق ماهانه شونو مستقل بده به خودشون و مستقل میشن، و یعنی در حقیقت از فرقه رجوی رهبران این فرقه خلعیت کرده. در حقیقت که اینها رو میخواست وابسته به خودش نگه داره، و الان به طور ماهانه شروع کرده حقوق پناهندگیشون رو بهشون میدن و از این نظر به استقلال مالی هم رسیدن. و هر گونه، و البته خیلی هاشون چه از اصلا نمیرفتن بگیرن، از خانواده هاشون میگرفتن، فشار میومد به خانواده هاشون برای اینکه وابسته نشن به فرقه. بعضی هاشون هم که مجبور بودن چیزی کسی نداشتن بیرن بگیرن، کلی باهاشون ازشون تعهد میگرفت و محدودیت ایجاد میکرد، کنترلشون میکرد، و در صورتی که با توجه نمیکردن به اون امضاها یا تعهدها یا شرط و شروطی که میذاشتن برای دادن پول، فوری این حقوقشون رو، حقوق قانونی اینها بود که تصویب شده سازمان ملل بود، اون تا با یه ترفنده ها و زد و بنده های خودش به عهده گرفته بود، همون پولو قطع میکرد، به بهانه های قطع میکرد و میگفت نه ما خودمون میدیم. اطلاعیه میداد که این پول خون شهداست و فلان و اینها رو ما نمیدیم به کسایی که میرن تماس میگیرن با خانوادشون، با بیرون، با جدا شدگانی که علیه ما فعالیت میکنن تماس میگیرن به هر بهانه یا ارتباطات تماس میگیرن. به هر حال آزادیشون رو در این دنیای آزاد امروز محدود میکرد، اونم تو اروپا، تو کاج اروپا، تو دنیای آزاد، که هر کسی حق ارتباط با تماس و سخن گفتن، حتی با مصاحبه صحبت داره، به خاطر صحبت و حتی با مصاحبه با تلویزیون ها با حرفا میرد و حقوق ماهانشون رو قطع میکرد. و این جای بسیار تبریک داره برای تشتش دوستان جدا شده در آلبانی، و تجربه بزرگی شد برای با در رابطه با این موفقیتشون برای دیگر جدا شدگان بعدی هم که بیان، و این راه باز شد براشون، این راه استقلال مالی که در نتیجه استقلال فعالیتشون و راه باز میشه برای افشاگری ها و فعالیتشون، بیان حقایق که دیدن، این هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت. یعنی حقیقتا اون کاری که سازمان کرده بود درست نبود، غیر قانونی نبود، چون توی قانون پناهندگی هر یه نفر حتی خانواده ها
نفر به نفر مسئول خودشون هستن، ولی با زد و بندایی که سازمان کرده بود، چون آلبانی هم یک کشور فقیری هست و میشه مسئولین رو خرید، به اصطلاح با خرید اونها این اعضای خودش رو یه جوری گرو کشیده بود که اگه شما این کاری که ما میگیم انجام ندی حقوقت قطع میشه، و احتمالاً حقوقی که میداده یه چیزی هم ازش کم میکرده. ولی حالا شما میگید مستقیما این دوستان خودشون اونجوری که باید هر کدوم اون حقوقی رو که یو ان براشون در نظر گرفته به اصطلاح بهشون میدن، ما بهشون تبریک میگیم. بله، این کارهای غیر قانونی و اینها رو من نمیدونم، متاسفانه کسی که ادعا میکنه میخواد بره ایران و ایران رو قانونمند کنه و آزادی بده، خودش چگونه تو این کشورها هم این کارها رو انجام میده، اون ضرب و شتم و عملیات تروریستی و اینها. بفرمایید، با شما هستیم. بله بله، این چه کار غیر قانونی که اصلا اینها در اصل به خودمون داخل تشکیلات بودیم یه چیزی میگفتن، اون چه به بیرونشون میدادن یه چیز دیگه بود، اینا چه در داخل خود ما که اصلا نه به قوانین بین المللی، همه رو امپریالیستی میدونن، سرمایه‌داری میدونن، بورژوازی میدونن، حتی همین تعهدی که از بچه‌های از افراد تشکیلات که داخل تشکیلات هستن گرفتن و بردن به اون زندان موسوم به اشرف سه، تعهد نامشون رو ما اینجا افشا کردیم، تشریح کردیم، تعهدی گرفتن، نوشتن چه بله این من با این رفتنم به اشرف سه در حقیقت زندان و این کنترل و یعنی محدود کاملا موندن اونجا به عنوان عضویت بازگشت ناپذیر، یعنی دیگه هر گونه برگشت هم دیگه امکان نداره، دیگه یعنی در دنیای امروز میگه کسی حق نداره از عقیدش برگرده، تر یه فجر به من که اومدی تعهد دادی یه حزب، امروز میشینه توی دنیا احزاب هر چند سال که انتخابات میشه یه چی اون دفعه به یه حزب رای داد، این دفعه به یه حزب دیگه رای میده، این نظرش عوض میشه، میگه نه عضو چی شدی سازمان تا آخر عمر باید بمونی و حق عقیده تو عوض کردن، رأی تو عوض کردن، حزب تو عوض کردن نداری، روز به عنوان عضویت بازگشت ناپذیر امضا گرفته که هر گونه بازگشت به رفتن به دامن بورژوازی افتادنه، میرا میای بیرون میفته دامن بورژوازی. این و... ممبرشیپ لایف تایم یا عضویت مادام العمر با اون نامه‌ای که از اینها گرفته بود که تا بهمن سال آینده به من وقت بدید، این که به اصطلاح ضد نقیض هستن با هم دیگه. بله، این که گفته این در حقیقت برای اونهایی که میخوان بیان بیرون، در به اصطلاح رو به اونهایی بود که میخوان بیان بیرون، که در حقیقت این فعله باشه حالا اونا شما که میخواین بیان بیرون فعلا تا بهمن 97 تعهد بدین صبر کنید، بعد از اون یه میتونید بیاید بیرون، میتونید بیان بیرون چه معلومه نمیتونه به جلو کسی رو میگیرن، اما ایدئولوژیش اون تعهد نامه رو میگه کسانی که معتقدن و پایبند ایدئولوژیش هستن این تعهد امضا میکنن، بعد دیگه این امضا میکنن میرن، اینا دیگه تا آخر به عنوان عضو خودش داره امضا میکنه عضویت بازگشت ناپذیر، اونو قبل از این تعهد اعلام کرده بودن، بعد از اون تعهد که دیگه نوشتن و امضا گرفتن عضویت بازگشت ناپذیره، میگه خب امضا چی میکنی تو قسم میخوری در حقیقت سوگند میخوری، این پایش وایستی تا آخر که شعارش هم مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم تا آخرش، این تعهده، این هیچ کسی ایدئولوژی یه چیزی دیگه از دنیای امروز اصلا براشون، ما خودمون نشست مژگان پارسای جانشین مریم مسعود رجوی در تشکیلات بود تو عراق در اشرف، اصلا میگفت از این نرده های اشرف قادقان اونور، یعنی تمام کره زمین کثافت، تمامش لجنه، تمامش بورژوازیه، تمامش ضد انسانیه، تنها نقطه ای که در کره زمین پاکترین نقطه حق و حقیقت فقط اینجاست، این یه سیاسی فیت کردن ویژگی همه نظام های ایدئولوژیک هست، ولی این شکلیش دیگه خیلی بی نظیره. به نظر میاد که اینها کتاب ملا نصرالدین رو خوندن، چون میگن یه روزی به ملا نصرالدین گفتن که وسط کره زمین کجاست، اساشو زد زمین و گفت همینجا، گفتن چطوری میگی، گفتن گفت که برید متر کنید بیاین تا بفهمید هست یا نیست. حالا به نظر میرسه که من و شما باید بریم همه جا رو ببینیم
اونها چقدر کثیف هستن، بعد برسیم به اشرف سه ببینیم چقدر تمیز هست و تمیزترین نقطه دنیاست. واقعا بعض وقتا اینها وقتی میخوان یه چیزی رو بگن انقدر اغراق میکنن که دیگه بعد این میشه اصلا یه نقطه ضعفی برای خودشون در آینده. بله بفرمایید. بله، موضوع دوم که من میخواستم مطرح کنم، این روزا افشای زندان و شکنجه در قرارگاه اشرف که جدا شدگان این روز افشا میکنند و در وقتی شما میگید قرارگاه اشرف، منظورتون این اشرف در آلبانیه، یعنی این دوستان مجاهد؟ نه، این در اشرفه، منظورم اشرف قدیمی در عراق. قرارگاه اشرف فرقه رضوی در عراق. بله، شما یه دقیقه گوشی داشته باشید، ببخشید. دوستان آمدن به شما سلام و خوش آمد، آقای کرمی، آقای موثقی، آقای محمدی، و بعضی هم تبریک میگن که شما به زودی دخترتون رو میبینید یا دیدید. بعد آقای اوستا تهرانی و دیگر دوستانم اینجا هستن، من به همشون سلام میکنم. ببخشید اگر گهگاهی ما نمیتونیم شماها رو روی فیسبوک ببینیم و نوشته هاتون رو بخونیم، خود شما لطف کنید با هم صحبت و گفتگوی داشته باشید تا حدی که به اصطلاح صحبت های این دوست عزیز آقای حسین نژاد که مهمان برنامه هستن دوچار قطع و وصل نشه. در اصل ممنونم از شما. پس بریم به سراغ زندانهای اشرف. بله، خیلی ممنون، لطف کردن دوستان، و البته دختر من که آزاد شده، مستقل مثل بقیه و هیچ وقت از اونها پول نگرفت تا وابسته نشد، و خیلی خوشحالم. ولی خب همچنان اونجا هست و زندگی میکنن، ولی خب کار قانونیشون مشکل، فرانسه، دولت فرانسه با این وضعیت سازمان مجاهدین که حتی به جدا شدگان هم الان پناهندگی نمیده، به خاطر اینکه کلن فرقه میشناسه، موضعش فرقه رضوی، فرقه مجاهدین، فرمانی فرقه میشناسه، مطلقا حتی جدا شده یا جدا نشده اعتماد نداره، دیلن که نمیذاره بیاد دخترم در حقیقت، چون حتی قبلا اینجا پناهندگی داشت، اونم 30 سال پیش از ایران بردن، برداشتن 17 سالگی بردن، الان در آستانه 40 سالگیشه، موقع اقامت داشت برای پناهندگی همه چی داشت، خب در مجا باطل کردن، در ایران باطل، دولت فرانسه قبول نمیکنه چی. فعلا خب ارتباط داریم، صحبت میکنیم، خواهرشم اومده میاد همیشه اینجا صحبت میکنن، میبینن با اسکایپ و با فعلا در فضای مجازی. امیدواریم در تلاش هامون به نتیجه برسه. ما به رئیس جمهور وزارت خارجه نوشتیم، عمل نشون دادیم که این دوتا خواهرم دیگه رو ندیدن، یه جوری بده موقتا بذارن با پاسپورت ایرانی که آلبانی نمیذاره تا بره اونجا ببینه، یا بیاد اینجا ببینه برگرده. به هر حال یه تعریف الله داریم، تلاش میکنیم انشاءالله، امیدواریم موفق بشیم. بله، من در رابطه با قرار زندان و شکنجه در قرارگاه اشرف هم میخوام مطرح کنم، صحبت کنم، برای اینکه مطرح شده این روزها و در حقیقت بیش از پیش این موضوع این روزها کوس رسوایی فرقه رو به صدا در آورده، به دنبال افشاگری هایی که آقای رضا گوران چند سال پیش کردن، نوشتن به صورت یک تقریبا کتاب در پژواک ایران منتشر شد، چه مستند و تمام لحظه به لحظه با اسامی و با زمان و مکان و فاعل و مفعول کامل، فعل و به فاعل و به در حقیقت مستند ذکر کردن. این روزا هم آقای سیامک نادری دوستمون که از در آلبانی جدا شده بود و سالها اونجا بود و بعد اومده آلمان و در به دنیای آزادتری و امکانات آزادتری دست پیدا کرده، اولین موضوع و مهمترین موضوع که خودش در شاهد بوده و در زندان و شکنجه اشرف بوده سال 73 که در حدود نزدیک 500 نفر دستگیر کردن به عنوان تحت عنوان پروژه رفع ابهام که ببینیم آیا این افرادی که از ایران اومدن اینا نفوذی هستن یا نه. وفادار خیلی از بسرای دوستان و افرادی که فقط به عشق آزادی و عدالت و کشورشون آزاد کنن اومده بودن و به دنبال آرمانهای آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه اولیه سازمان مجاهدین و آرمانهای
عدالت خواهانی و شعارهای سازمان مجاهدین اومده بودن با نیت صادق، اون هم ثابت کرده بودن نیتشون رو با عملشون، با کارشون، تو بارها عملیات رفته بودن، مرج و جلو چشمشون دیده بودن، از مرج استقبال کرده بودن، زندگی هاشون رو 20 سال 30 سال از دست دادن، تا اون موقع حداقل 20 سال زندگیشون از دست داده بودن، خانواده خیلی هاشون، خانواده هاشون اعدام شده بودن، از اون خانواده های شهدای مجاهدین بودن اومده بودن. اصلا هیچ انسان منطقی واقعا تو اینها نمیتونست شک کنه. کجا نفوذی؟ بهانه در آوردن افرادی که بخاطر یک مخالفت هایی با ضوابط دست و پاگیر ضد انسانی، ضد آزادی انسان، ارتجاعی، حتی دست و پاگیر ضوابط ارتجاعی، جدا کردن زن و مرد و کلن حساسیت ها روی لباس و روی حرف و روی خندیدن و روی حرف زدن که نمیشد حرف زد، فکر کردن آزاد نبود، هر جور فکر میکنی باید بنویسی بخونی توی جمع، کوچش در این اعتراضی یا نارضایتی، ابراز نارضایتی، ناراحتی یا یک انتقادی از حد و حدود رهبری یا فکری نظری بدن، اینها رو به بهانه این که اینا از ایران اومدن، ممکنه نفوذی رژیم باشن، توی ما نفوذ کرده باشن، زان برادر یعنی زان مسعود رجوی در خطر بیندازن میان نشستا، بعد از اون همه که البته از همخان رستم ما رو رد میکردن میبردن هم میشه سالون اجتماع میشه رجوی برای سخنرانی گوش دردن، صد بار بازرسی، ساعتها بازرسی بدنی و وسایل و همه چی میکرده، حتی داروهایی که آدم باید ساعت مثلا چند ساعت بعد اونجا 8 ساعت 10 تا 12 ساعت بعد وقتا نشست بود داروهاشو باید بخوره، داروها هم میگرفتن چی میترسیدن چیزی بشه مثلا، بعد از این همه بازرسی این همه وسایل بازم شک میکردن که ممکنه برن مسئول رجوی یه کارش بکنن مثلا از نو. حالا به این بهانه، به این ظاهرش این بود که جان برادر در خطره و نفوذی میخواییم پیدا کنیم، باید همه رو اینهایی که از ایران اومدن اول باید اعتراف کنن چه از طرف رژیم اومدن، نفوذی اطلاعات هستن، بعد از 20 سال حداقل 10 سال 20 سال امتحان دادن انواع عملیات، آخه کسی که نفوذیه، نفوذی رژیم یه دشمن، یه جایی نفوذی میفرسته که برای مرج نمیفرسته، اونم نه 10 سال 20 سال بمونه اونجا، آخه برای تمام خانوادهش از دست بده که بری مثلا خبر بچینی، کدوم خبر تا حالا دادن، کجا دیدی که اینا خبری داده باشن، اینو باید پیدا کنی. هیچ قانونی تو دنیا اجازه نمیده، هیچ گونه، نه شرع و نه قانون، نه هیچ قانونی، هیچ کشوری و قوانین و احکام، هیچ شریعتی، هیچ آیینی اجازه نمیده انسان یک انسان رو در خاطر یه شک کردن، حالا برای عملی یه کاری، حالا حدود و دیات ارتجاعی هست، شلاق زدن یا مجازات کردن یا شکنجه دادن یک انسان به خاطر یه عملی که کرده، آخه یه یا یه حرفی زده کفر مثلا، آخه این که تو میگی جاسوسی، آخه باید یه مدرکی را بگید، هر وقت یه دادگاهی یه اثبات جرمی هست، آخه بدون اثبات جرم چی؟ پس اصلا کدوم قانون، اصلا هیچ گونه شریعت ارتجاعی ترین ادیان و احکام و ارتجاعی ترین فقه و فقها هم هیچ وقت ندادن برای اعتراف گرفتن شکنجه بکنن. تو خود قانون اساسی رژیم ارتجاعی چی هست که الان تو همین قانون اساسی برازه که هست که شکنجه برای اعتراف گرفتن ممنوعه، هر گونه شکنجه، اصلا شکنجه کدوم قانون، اونم سازمانی که شورای ملی مقاومت ایران داره و طرح نمیدونم جمهوری دموکراتیک اسلامی، حالا اسلامی چه دنبال جدد دقیقا دموکراتیک چه داره، ادعای میده در پارلمان های دنیا و سازمان های بین المللی خانم رجوی ادعای لغو اعدام میکنه، لغو شکنجه میکنه و سازمان های مثل عفو بین الملل و ندم دیدبان و حقوق بشر سر کار دارن در رابطه با زندان شکنجه در ایران، که هر گونه شکنجه رو محکوم میکنن، دنبالش هستن که هر گونه شکنجه دیده رو از زندانهای رژیم میومده، حتی این بر افرادی که واقعا دوستانی که دستگیر شده بودن سال 73 اکثرشون، خیلی هاشون از در زندانهای رژیم بودن، شکنجه شدن به خاطر مجاهدین و هوادار مجاهدین بودن، اینا دیگه اثبات کردن.
چی مثلا بعد از اون همه زندان شکنجه میان اینجا، بعد چی به دنبال آزادی و عدالت بعد اونجا بگیرن دوباره زندانشون بعد شکنجهشون بکنن. این چی هیچ قانونی هیچ تو دنیا بعد ادعاهایی دارن این همین، حتی میبردن اینها رو تو سازمان‌های بین‌المللی پاشون و بدنشون نشون میدادن، آثار شکنجه‌های اوین رو زندان‌های ایران رو نشون میدادن که ببینن محکوم بکنن. بعد این چنین ادعا، اگر شما با زندان شکنجه این همه ضد رژیم هستید، بس چیز این همه انسان رو گرفتین زندان کردین و شکنجه کردید برای اینکه اعتراف کنن که ما نفوذ داشتیم، آخرش هم یک نفر تمام این بچه‌هایی که سال 73 زندان بودن و شکنجه شدن یک همهشون میگن، حتی تمامشون میگن من از همهشون برخورد کردم، اینجا از دوستانمون که زندان شکنجه بودن در همین فرانسه تا حالا تو آلمان دیدیم و جاهای مختلف و دوستانی که من میشناسم خواهم بوهی خاطرات دارن از این زندان شکنجه و حتی قتل زیر شکنجه، کشته شده از شکنجه، خودکشی ها از دست این شکنجه ها تو همون زندان شده، همه رو مو به مو با اسم و با دقیقا با ساعت و با جزئیات تعریف میکنن، آدم واقعا مو بر تن آدم راست میشه از این فضای که این دوستان تعریف میکنن. بعد این کدوم کجای سازمانی با این همه ادعا میتونه چنین اومدن بعد از این همه شکنجه ها و زندان ها و اینها رو افشا کردن اومدن، بعد آدم میبینه بعد میگه آقا ما برای با آخوندا مگه با عمامشون با عباشون مخالفت کردیم اومدیم تو سازمان، مگه مجاهدین ادعای سرنگونی رژیم دارن؟ آقا برای چی با رژیم زدن؟ یکیش این بود تو آقا هم به همه جا همیشه اوج تبلیغات سازمان مجاهدین از اول بزرگ بیشترین کوچش روی اعدام و زندان شکنجه بود. بعد با همین دیدیم الان میبینیم ما اطلاع نداشتیم، همه چی اطلاع نداشتیم داخل تشکیلات، ما وقتی از تشکیلات اومدیم بیرون مطلع شدیم، چون ما تو از خارج اومده بودیم، از ایران خود سازمان خارج کرده بود و سالیان خارج بودیم، اکثرا مسائل خارجی از خارج رفته بودن و دستگیر نکرده بودن، اینا ما اطلاع نداشت، اصلا نمیذاشتن مطلقا غیر از افرادی که خودشون رفتن زندان نمیذاشتن یک نفر مطلع بشه. بعد اومدیم بیرون فهمیدیم از بازجدا شدگانه که اومدم بیرون یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر هی یکی دیدیم نه اینا افرادی هستن با هم ارتباط هم ندارن، یک درست مثل هم دیگر دارن تعریف میکنن خاطراتشون، بعد خودشون میگن بعد از سالیان زندان شکنجه، بعد از مدت ها زندان شکنجه بردن رجوی همشون رو میخواد، بله یک نفر هم پیدا نشد، یک نفر هم نفوذی پیدا نکردن تو واقعا نفوذی باشه، ولی اعتراف گرفته بودن اول بله من باید بنویسی باید بنویسی من نفوذی هستم تا بتونی شکنجه بشی تا زیر شکنجه مثلا بجی چی بدون هیچ گونه سیستم، اصلا حتی سیستم شکنجه سیستم های ساواک سیستم های چیز هم یک اصولی داشتن یک مطبعات برای چی میخوای چیزوری یعنی اول اعتراف بکنه بعد شکنجه کنی. بعد هم رجبی عذر خواهی کرده بله خب باید برای سازمان باید این باهار میپرداختید که شما باید شکنجه میشدین تا بریم نفوذ، کدوم شرع کدوم قانون بین المللی کدوم اخلاق چنین اجازه میده انسان ها رو بدی اصلا شکنجه کردن اونم با سازمانی با اون همه با اون ادعا. این روزها آقای سیامک نادری در تلویزیون ها در رسانه های هم توی رسانه خودش هم خاطراتش نوشته اسامی و عکس‌های پخش کرده که البته اشکالات زیاد داره، من انتقاد دارم بهش که باید با دوستان زیادی که الان از زندان شده و شکنجه شده هستن گفتگو میکرد صحبت میکرد اطلاعاتشون میگرفت دقیق، بعضی اشتباهات داره تکرارها زیاد داره و عزیزا هم وابسته به رژیم حالا اون رای زندان شکنجه دیدن اومدن بیرون تو همین اروپا هستن اونا رو نسبت داده، البته یه توضیح هم کرده خیلی ازم بیمعنی در افشای رجوی در افشای فرقه رجوی با رژیم همکاری میکنن، یعنی چون حرفاشون رو رسانه های رژیم میزنن خب بزنن ازم مگر حرفای رسانه رژیم وابسته به یک جریانی اگر حرف آدم رو
همه جا منتشر میکنن، امروز حرف منو روزنامه های هر جریانی بزنن مگر دلیل میشه که من با اون جریان موافقم بزنن استفاده میکنن. اون دشمنی خودشه داره، ما دشمنی خودمونه داریم. یا مثلا هر کسی علیه فرقه رجوی صحبت بکنه مگه میشه همکار رژیم؟ مگه خود شما هم دارین علیه فرقه رجوی افشا میکنید زندان شکنجه رو؟ اون وقت نمیشه این انجارو فقط این برچسبا رو فقط فرقه رجوی میزنه، چه این درست نیست. ولی خب زحمتش واقعا قابل ستایشه، من خودم ستایش میکنم شجاعتشون در بیان این زندان و شکنجه و بیان این درد و رنجه های خودش و دوستانش و اون چیزایی که مشاهده کرده در شکنجهگاه اشرف و این رجوی رو این چنین رسوا کرد، افشا کرد، علی‌رغم خیلی از دوستان جدا شده ای که بسیاریشون سکوت کرده انجیز کنه از ترس، به خاطر ترس از برچسبه ها و دشنام های فرقه رجوی سکوت کرده اند، نمیگن. خب این آقای سیامک نادری دوستمون شجاعت به خرج داد و بر جان خرید این فحشا رو، دشنام ها رو که میگن و بهش انواع برچسب ها و اطلاعی ها رو این ها میزنن که من در چند تاشو در آوردم که نمجر میتونید این مثلا یک مقاله بعض یه بار اومده بود ایشون مثلا جدا شده ها رو اسامی جدا شده ها رو گفته بود، یکیشون به نام رضا رهبر یه دونه مثلا بیانیه داده که یه چیزهای عجیب غریب، مثلا شما از چیزی که چهار رو نشون بدید مثلا نوشته که بر اسم از ما اسم برده، اول توزی از اوضاع ایران گفته که اصلا هیچ ربطی نداره، رسانه های خود فرقه رجوی چاپ کردن که میگه هر کس ببین فرهنگ فرقه رجوی اینه که با همون فرهنگ می نویسن دیگه، دیکته می کنن بهشون برای اینکه پولشون رو بدن. اون موقع که اینه نوشتن 10 دسامبر بود که پولشون رو فرقه رجوی می داد، چه اگه اینا رو نمی نوشتن پولشون رو قطع می کردن. جا از همین جدا شده ها چنین بیانیه گرفته و آورده چاپ کرده که جبهه خلق تمامی اقشار ملت اینا را در هر کجای دنیا شامل می شود، یعنی دو تا بیشتر نیست، یا جبهه خلق مجاهدینه یا خارج از اون ضد خلقه که در مرزبندی با اون دشمن ایرانیان به سر میبرن و این دور مرزبندی باید کرد، یعنی یا باید به نفع مجاهدین حرف زد علیهشون حرف نزد و الا میشه رژی دشمن مرزبندی به این میگه. این چی نمیگن مرزبندی که با مرزبندی بین حق و باطل، هر جا حق باشه باید حمایت کنی، هر جا باطل باشه، هر جا شکنجه باشه، هر جا زندان باشه هیچ فرق نمیکنه، عربستانش باشه، اسرائیلش باشه، رژیمش ایرانش باشه، مجاهدینش باشه، اشرفش باشه، یک انسان اخلاقمند پایدار پایبند به اصول و پرنسیب اصول داره باید از مظلوم حمایت کنه و علیه ظالم سکوت نکنه، حرف بزنه. بعد نمیشه به هر آن کسی که قدمی بردارد و یا قلمی بزند چه صفوف جبهه خلق را مقتوش نماید تنها امداد رسانی ولایت فقیه، یعنی هر کس علیه فرقه رجوی حرف بزنه ترجمهش اینه، ترجمه بیرونی این عبارت های فرقه اینه، هر کس علیه فرقه رجوی حرف بزنه صفوف جبهه خلق را مقتوش کرده. خب این فلسفه آقای جورج بوش هم بود که میگفت شما یا با من هستید که با من بریم دنیا رو به خاک و خون بکشیم، یا مخالف من هستید و با تروریست ها هستید. دوستی سوال میکنه که آیا شما میدونید که محل دفن مسعود رجوی کجاست؟ محل مشخصی است؟ من که تا حالا چیزی نشنیدم و تنها چیزی که ماه گذشته خیلی جالب بود در اون به اصطلاح تظاهرات و جنبش مردم در ایران، یه دفعه دیدیم که آقای رجوی مرحومم چند تا اطلاعیه داد که البته نه صدای ایشون بود نه تصویر ایشون بود و طبق معمول این 13-14 سال گذشته معلوم نیست که حتی نوشته کی بوده. شما خبر جدیدی دارید از مرحوم رجوی و احتمالا محل دفنش، یا شاید اون رو هم مثل بن لادن به آب دریا انداختن؟ صحبت هم اینجا باشه؟ بله باشه. بجم ادامه بدم معلوم بده این که من فقط همین میگم الان بجم که خب من این که نظری مرده یا نمرده یا کجا دفنه، این هم سوالاتیست که هیچ کدومه نمیشه 100% گفت، برای اینکه خود
صاحب الله باید اعلام کنه، یه چی پدرش مرده دیگه تقریبا وقتی کسی خبر نداره دیگه خودش باید بجه، چون تا خودش نجه کسی نمیتونه 100% بجه چه. ولی خب از گرائین چه برمی آید به اعتقاد خود من 10% هست زنده باشه سناریو باشه حرفای ترکی فیصل، ولی 100% بیشترش به نظر من مرده و در عربستان مرده، در عربستان هم دفن کردن 100% همونجا تو مدینه میای مچه میذارن در زمین و مریم رضوی و چهار عبد شمسی و چند تا از سران یل شماره یکشو بردن اونجا و اینا دفن کردن، بعد قرار گذاشتن که کسی اطلاع پیدا نکنه، ولی خب دستگاه عربستان سوراخ هر چیز هم چیزی نیست مستقلا هر چیز اطلاع پیدا کنه هم دیگه میجن ایشون هم ترکی فیصل هم شاهزاده عربستان سعودی اومده تو مجمع اینها جمع اینها سخنرانی کرده، خب طبیعیه میدونه چه مرده چون اطلاع داشته دیده یا از داخل دستگاه عربستان از مقامات بالاش بوده، رئیس اطلاعاتش بوده، کاندان سعودیه، اطلاع داشته چه مرده. خب نمیتونه مرحوم نجه، اصلا امکان نداره کسی که این طبق عقیده اسلامی و فرهنگ و سنت عرب کسی که مرده رو دیگه باید گفت بله مرحوم، حتی دشمنشون، حتی ما توی عراق بودیم و خمینی رو خود صدام بیچه رجوی من مترجمش بودم در دستگاه ترجمه و روابط بودم، کامل شاهد بودم، خودشون هم میومدن تعریف میکردن در خیلی از حضوری چیزایی که حضوری هم حتی بود میگو بل من حتی دشنام میدادم مثلا میگو بل من علیهش میگفت که مثلا اومد اینجا خورد و اینها به ما خیانت کرد، به عراق خیانت کرد، بلان به خوزن خمینی میگو بل مرحوم خمینی، میگو بل مرحوم خمینی، چه خیلی هم رجوی عصبانی میشد اینا از این صفت و بلان رو حرف میزد، اینا میخندیدن چه بچه عصبانی اینم یه صفت جور به کار میگفتن، بعد میگفتن ها ما سنتمون، خود استادهای عراقی اومدن دانشگاه درس میدادن پیش خود مجاهدین همیشه با خمینی اسمور میگفتن میگفتن المرحوم خمینی، بعد اینا ناراحت میشدیم، بعد میگفتیم خب کسی که مرده دیگه نمیتونیم که مرده رو باید مرحوم کنیم، بعد آدم بد باشه یا خوب باشه. ولی شما میگی شاید هم یه پروژه باشه آقای حسینی، شما میگی شاید هم یه پروژه باشه، نه یه به اصطلاح یه چیزی باشه که بخوان فعلا یه مدتی این رو از ماجرا بیرون ببرن، بعضی‌ها حتی گفتن برای اینکه شکایاتی نشه، چون الان سازمان اومده توی آلبانی ممکنه مردم بتونن شکایت کنن به دادگاه و اینها، اینجوری گفته که رجوی وجود نداره که بخواید شکایت کنید، در صورت اینجوری نتیجه بگیرید که خبر 100% ندارید شما. نه هیچ کس نمیتونه 100% بجه، هیچ کس اگه کسی ادعا کنه 100% خودش دیده باید جزئیاتش رو بجه که آقا من رفتم اونجا دیدم اینجا دفن کردن اینجا مرده، هیچ کس نمیتونه 100% بجه، چون خود سازمان اعلام بکنه چون صاحب الله است، اون اعلام نکرده غیر از اون چه کسی خبر نداشت از رجوی که خودشون رسما اعلام نکنن که 100% نمیشه، چه هر چیز هم میگه از قرائن میگه، قرائنی که هست اون ترکی فیصل که اومد گفت فقط از اون میشه اثبات تقریبا نزدیک به یقین کرد، چون سناریو بودن ضعیفه به اعتقاد من، چون سناریو رو عربستان شخصیتی اونچنانی و در اون موقعیتی که ارباب اونهاست پول میده به اونها ازن بالا دست اونهاست چی نمیاد دستور اونها رو قبول کنه خودش خراب کنه و وارد چنین سناریویی بشه، یه روز لو بره یه روز مشخص بشه بعد آبروش بره، این چنین معامله بعیده به نظر من بکنه بیاد بهش بگن تو علکی بگو مرحوم مثلا ما اینو مخفی بکنیم نفهم، بعید به نظرم میرسه این، ولی این که من تو اخلاق عرب ها رو میدونم این طبیعیه به نظرم، چه خوب این کسی مرده مرحوم تا خواسته اسم ببره اونجا بر اون تو میدونسته تو حافظش بوده اون زمان که رفتن دفن کردن دیدن تو حافظش بوده و تو یا اگر هم سپرده باشن نجین هم تو اطلاع نداشته یا اصلا قبول نمی کنه چی نجه، به نظرم این درست این مرجش بیشترین احتمال میده و در واقع هم میبینیم که اگر نمرده بود زنده بود 100% اینا هیچ دلیلی نداشت که مثل قبل با صدای خودش پیام نده، او از قبل از حدود 15 سال پیش از همون بعد از اشغال عراق پیش مخفی بود هیچ وقت ظاهر چه نمیشد، ولی با صداش برای ما صحبت میکرد سخنرانی میکرد پیام هایی هم ویدئویی هم که پر میکردن در هر مناسبتی عاشورا و پیامی که تو لیبرتی داد تا همین دو سال
دو سال نیم پیش با صدای خودش پخش میشد، حتی در بعضی از فوت ها، تسلیت ها، مناسبت ها. ولی بعد از اون این همه مناسبت های بزرگ، مهمترین مناسبت، مهمترین موضوع انتقال از عراق به آلبانی بود، برای همیشه استراتژیشون شکست خورد. خب این یه تحول بزرگی بود در تاریخ سازمان مجاهدین، باید یک صدم اون هم بیان موضوعات اهمیت نداشت، اطلاعی میداد، حرف میزد، صحبت با صدای خودش صحبت میکرد، ولی موضوعات به این مهمی رو یا عید نوروز نه پیام داد، نه انتقال از لیبرتی به آلبانی پیام داد، نه این همه تحولات تو آلبانی شد، رفتن تو اشرف سه، این همه جیام با مردم ایران به این همه ادعا داره، هواداراش تو خارج کشور هستن، باید و برای روحیه دادن به افراد خودش اجر با صدای خودش حرف میزد، چه خیلی به نفعشون بود تا مخفی بشه ای بجن این کجاست این ها. ولی مسئله امنیتی هم نداره چه با صدای خودش چیزی ضبط کنه پخش کنه، ولی روحیه میداد به همه و خیلی بیشتر به نفعشون بود. تضعیف کرده این موضوع، خیلی اینا رو ضعیف کرده و زیر سوال برده کل سازمانشون، چه رهبرشون اصلا خبری نیست، میدهد رهبری مقاومت میگن، اچش هم میزنن بعد میگن خودش نیست. این به نظرم اگر بود دقل حتما هیچ دیش دلیل نداشت پیام با صدای خودش نده. بله، دوستان میگن که اون سه نفری که در آلبانی مصاحبه کردن با تلویزیون آلبانی به اصطلاح تهدید به مرگ شدن، از طرفی کمیسریا هم فشار آورده که از آلبانی بیرون بریم. من نمیدونم کمیسریا مگر قدرت اینو داره که به کسی بگه از یک کشوری بیرون برو اینها. یه دوستی هم میگه که نه چیز مسعود نمرده، ایشون به غیبت رفته و غیبت کبرا را رفته، روزی ظهور خواهد کرد. بله اینا دیگه حدسیات دیگه، هیچ کدوم نمیتونه 100% به جنسون از قرائن اینا خیلی بعیده غیبت کبرا، یا مثلا به هر حال نمرده باشه حرف نزنه، یه دفعه صداش خفه بشه، هیچ دلیلی دیگه، هیچ گونه پیامی با صدای خودش نده، چکمی به اسمش میدن. این اون مولا عمر طالبان چه دو سال بود مرده بود، شاید هم از اون یاد گرفتن، پیام عید فطر و عید قربان هم میداده، به چکمی میداده، یه چی میخونده. شاید هم مثل ماجرای السید میخوان از مردش تو جنگ استفاده کنن، ولی السید رو بستن روی اسب و با پیچ موره آوردن توی میدان. حالا ببینیم آقای رجبی شاد دارن پیچ و موره هاش رو صفت میکنه. بله یه دوستی هم میگه شاید خوب باشه که از مسعود رجبی شکایت بشه، بعد سازمان مجبور میشه که یا به اصطلاح ورقه تایید مرگش رو نشون بده، یا به اصطلاح اگه مریض و ناتوانه، نمیدونم. در اصل این دوستون آقای هومن آریافر پیشنهاد کرده. شماها هیچ وقت به فکر این بودید که شکایتی حالا یا شخصا یا از سازمان انجام بدید آقای حسین نژاد؟ میدونم که شما میرید با پارلمان و اینها صحبت میکنی، ولی منظور من از لحاظ قضایی و اینها هست، و میدونم بعضی جرما هم یک به اصطلاح استچو آف لیمیتیشن داره، یک محدودیت زمانی داره، مگر قتل که میگی میشنونی همیشه شما برگردی و بری شکایت کنی. ولی نمیدونم در مورد شما دوستان هیچ وقت این صحبت پیش آمده که با هم جمع بشید به خاطر احتمالاً بازداشتی که شدید، به خاطر شکنجه‌ای که شدید، به خاطر تهدیداتی که بعداً شدید، یا ضرب و شتم و اینها، شکایت کنید از سازمان یا از خود شخص رجوی؟ بله، مواردی که خارج کشور اتفاق افتاده، ضرب و شتم ها، اینا شکایت کردیم، نامه دادیم، پرونده تشکیل شده، الان هم همین یه پروندهشون هم در بروکسل در جریانه. چند ماه پیش که به دوستان ما رفته بودیم، پارلمان اروپا حمله کردن، ضرب و شتم کردن، زدنشون و زخمی کردن به شدت دو تا از دوستانمون رو، آقای عبدالکریم ابراهیمی و آقای مهدی خوشحال رو،
بعدم حتی یک نماینده سابق پارلمان انگلستان هم که تصادفا از پارلمان اومده بوده بیرون و شاهد این موضوع جریان بوده و رفته دفاع کنه از این دوستان که اونم زدن، چه در روزنامه ایوینینگ استاندارد چاپ شد اظهاراتش، حرفاش با تیترها چه نشون داد، این بچه ها توی سایت ها هست. الان پرونده همه این شکایت حتی اون خود اون نماینده پارلمان انگلستان و همین دو برادر دکتر دوستانمون در بروکسل در جریان، چند تا پروندهشون در فرانسه در جریان، منتها اینها خودشون هم به ما گفتن اینها رو ما میذاریم توی پرونده های خیلی دارن، اینها پرونده های تروریستیشون ملحق میکنیم و اینها در کلن در کارهای تروریستی زیاد دارن، پرونده دارن و ما اینها رو به عنوان سازمان متحده اینجا به رسمیت نمیشناسیم، فرقه میشناسیم، باید افراد مشخص بشه. ما الان چند تا اسمها رو که ما گفتیم اینا رفتن تحقیق کردن دیدن اصلا با این اسمها اینا نیستن، همهشون کارتای تقلبی دارن، کارتای جعلی دارن. ما گفتیم ما به اینا اسمای واقعیشون اینه، بعد میگن اسم واقعیشون رو باید اثبات کرد. یا حتی ارتباط مثلا راجب به آلبانی بارها دوستان شکایت کردن، مثلا افراد خانواده ها شکایت کردن چی نگه داشته اونجا به این کشورها، مثلا مریم رضوی مقیم فرانسه است. لازم میگم اصلا ما اینا رو افراد میشناسیم به عنوان پناهنده، ولی فرقه رضوی ما این فرقه است، ما به عنوان مجاهدین اینجا به رسمیت نمیشناسیم. باید ثابت کنیم که این دستور میده چه اصلا افراد اونجا نگه دارن، میاندازن تو جیرپیچ‌های اداری و فعلا چیزهای قانونی اینها. و اینها هم چه لابی هایی دارن، برخورد میکنن، پول میدن، وکلا و منابع و حساب کانال هایی در دستگاه هایی دارن، با پول یک بهانه هایی ایجاد میکنن که حتی خودشون تو پون پلیس یا توی دستگاه ها میگن که این نجات بره دادگاه. اینها هم لابی هاشون رو سیستم دستگاهشون رو به کار میاندازن و جلو شما رو میگیرن. لهره توی زد و بنده های دنیای سرمایه‌داری دنیای امروز چه در حقیقت دنیای در حقیقت پیشرفت کارها و اینجور چیزها، اون چه واقعا پول داره تعیین میکنه. به هر حال تو دنیای امروز کسی که واقعا تا حدی تا بالاخره تا یک مرحله میتونه یکی از موفقیت ها به هر حال پول داشتنه میبرن، چنانچه در یک بعضی دادگاه که قبلا تشکیل شده بود بعضی ها زن کامل نتونستن تا حدی، چون مثلا دادگاه بونه بود که بیشتر به ضررشون شد حکم داد، ولی به هر حال کار جدی نکرد که جلو اینها، تا مثلا لیست تروریستی ها تروریست بردن با فقط با پول و با لابی جری یعنی حامی درست کردن با انواع هدایا و انواع پول ها و اینها و اعمال نفوذ ها و اینها، در حالی که همه دولت ها اینا رو تروریست میشناسن. الان هم دولت انگلیس، دولت فرانسه میگه هر چند از لیست در آوردیم، طبق در آوردن یعنی دادگاه در آورده با شجردهای خود دادگاه ها، ولی دولت ها میگه ما هنوز هم تروریست میشناسیم اینا رو، ما ایمانیم، ما میگیم تروریست، هر چند دادگاه اینا رو رای داد که از لیست باید بیاد بیرون. کارهای دادگاهیشون، وکیلاشون اینها فعلا در دنیای امروز اینها نفوذ کردن با میلیاردی میلیونی پول نفت صدام و عربستان و خلیج، اینها شیخ رو کلام میدم و بیشترش هم که من در جریانش بودم افشا کردن پول نفت عرب بود چه سرمایه گذاری هایی کردن و این حساب بازوهای اقتصادی چه پیدا کردن و نفوذهای چه در نتیجه اش هم نفوذهای سیاسی مسلم با نفوذ اقتصادی میتونه یه کسی نفوذ سیاسی هم پیدا کنه. در هر حال اینها در این زد و بنده ها چیزش اونچنان ضربه نمیخورن، اونچنان در بیاندازیم به چیزهای بروکراسی و چیزهای قضاهای حساب اروپا و آمریکا و یا اینها، چون به هر حال ضد به حساب ضدشون خودشون ایجاد میکنن و جلو رو میبندن اونچنان ضربه نکنن یا طول بده. همه پرونده ها هست ولی هنوز هم لغو نمیکنن، ولی طول میدن، چشم میدن شکایت ها رو. ولی دوستانی که زندان بودن، شکنجه شدن، آثار شکنجه رو دارن، یکی دو نفرم نیستن، ده ها نفرن حداقل،
در خارج حداقل بیش کنم تا 100 نفر برسن، اونهایی که الان جدا شدن و تو اروپا هستن، از اونهایی که زندانی بودن و شکنجه شدن، چون اینها به سازمانهای بین‌المللی حداقل به سازمانهای جمعیت‌های ضد شکنجه، جمعیت‌های حقوق بشر، انجمن‌های حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری میتونن نامه بنویسن، شهادت گواهی‌هاشون رو بدن، شکایت بکنن، چه حداقل اینا اطلاعیه بدن علیه فرقه، چه اینها شهادت میدن این افراد که اینها زندانی شدن، شکنجه شدن. الان فقط در حد ایرانیان، ماها ایرانی‌های خارج کشور، رسانه‌ها، آقای سیامک نادری، دوستان دیگه با شما صحبت کردن، آقای بهمن اعظمی که در تلویزیون مردمون دو هفته پیش صحبت کرد و آقای عبدی اون نامشو خوند، آقای عبدی و خودش هم چه شرح داد زندانش شکنجه و اینها، خیلی مؤثره توی فضای ایرانی ها در خارج کشور، با هواداراشون حتی تأثیر گذاشته. ما خودم برخورد کردم خیلی از هواداراشون تحت تأثیر قرار گرفتن و کاملا یقین کردن چنین شکنجه هایی بوده، چون نمیتونن رد کنن اینجور ریز یک نفر خودش نشسته و این چنین ریز و مستند داره زندان شکنجه میگه با اسامی افرادی که زندانی بودن شکنجه شدن و حتی کشته شدن، اون پرویز احمدی، اون قربان علی ترابی، اونا دو دست بچه‌های زندانی تو زندان جان سپردن، خودشون دقیق نقل میکنه، کسی نمیتونه اینا رو انکار کنه و اینا خیلی مؤثره داره. ولی اینها بچشن اینها رو ترجمه کنن، مهم زبان، خیلی زبان مهمه، اینها رو اگه ترجمه کنن، در همین بیانیه آقای بهمن اعظمی صحبتاش و اون نامه چی نوشته ترجمه بشه به سازمانهای بین‌المللی و رسانه‌های بین‌المللی رسانده بشه، کتابهای رضا گوران شنزار نوشته، حرفهای آقای سیامک نادری ترجمه بشه و منتقل بشه به سازمان‌های بین‌المللی، به ارگان‌های بین‌المللی. اول فشار از اونجا باید آورد به بالا تا برسه به دادگاه‌ها و شکایت رسمی بشه به مراجع قضایی اروپا، به نظرم مؤثره، ولی اول باید از ترجمه و رسوندن و توضیح و پخش بین‌المللی این شهادت‌ها، این گواهی‌ها شروع کرد که تو جامعه خارج از ایران ایرانی هم مطرح بشه. بله، من حالا تو موضوع هم الان صحبت میکنم، در همین رابطه هستم که آقای داشتم صحبت میکردم، آقای سیامک نادری حرفایی چی زده، ببینید چقدر اصولا من نشون میده فرقه در برابرش، به خاطر اینجا افشا میشه، به خاطر اینجا مجبوره تو این فضا رسوا میشه، مجبور اصول عمل نشون میده، از همینجا معلومه که به درست به خال کرده و ضربه دیده در فضای ایرانی، در محیط ایرانی. اگر این به بیرون کشیده بشه، به سازمان های بین‌المللی، به رسانه های خارجی ترجمه بشه، صحبت هاشون منتقل بشه، ببین چقدر این فرقه منزوی تر میشه و چقدر ضربه میخوره و اون وقت میبینه چه خواهد شد، چه گدازایی خواهد کرد. بله، حالا این من میخواستم ادامه همین نامه آقای رضا رهبر بودم که میگه هر کس مسیر زندگی و آینده خود را خود انتخاب کرده و رقم میزند. من ببین دست به دامن جدا شده ها شده، اولین باری که رسانه های خود مجاهدین، خود فرقه رجوی، سایت هاش نامه های جدا شده ها رو پخش میکنن که خود جدا شده تو نامش میگه من جدا شدم، اصلا این سابقه نداشت، یعنی به اینجا رسیده، اینقدر افشا شده که میره دامن اونها دیکته میکنه، بابا این پولت میدم قطع نمیکنم، یا مثلا چیز، یا اگر اینی ننویسی پولت قطع میکنم، اینی باید بنویسی، ببین میگه بعد من حق و من مستقلم، خودم جدا خودم جدا شده، چی کار جدا هستی یا مدام دیست می تعلام کرد آقا این جدا شده، چه آنانی که امروز اعضای مجاهدین میباشن و چه ما هوادار سیاسی هم میباشیم، آقا 20 سال تو مجاهدین بوده، عضو بوده، رده داشته، بعد این اومده جدا شده رفتیم که من الان هوادار سیاسی هستم. دیگه چرا نمیگی، چرا نمیگی بیرون از تشکیلات اومدی بیرون، اگه راست میگی پس این حرف خودش نیست، اگه بذاری خودش واقعا حرف بزنه، یکی نیجی باید بگه از تشکیلات زر اومدم بیرون، چی دیدم که بعد از 20 سال اومدم بیرون، تعهد امضا نکردم، اومدیم بیرون نرفتم اشرف سه، اینی باید بجه. ولی ببینید معلوم حرف واقعیش نیست. بله الان شدم بعد از 20 سال عضویت و رسمی تو تشکیلات، مسئولیت ها و این همه تشکیلاتی بودن،
رده داشتم، بعد اومدم هوادار شدم، بیرونی شدم هوادار سیاسی شدم. برای چی؟ یه کسی که از بیرون بره تو رفته تو، ولی از چی که از تو اومده بیرون اول میپرسن ازش آقا چرا اومدی بیرون، چی دیدی چی اومده بیرون؟ همین جور حرف چی نیست که من هوادار سیاسی شدم. بیان تفاصیل و تحلیل ها در قالب اخبار چیش کار داره؟ در قالب اخبار بیان تفاصیل تحلیل و زمینه کردن اسامی افراد در ذیل آن، اسامی جدا شده ها رو یه چیزی لیست کنه، خب چی اشکالی داره؟ در هدفی جز مکتوب کردن این مرزبندی با رژیم نداره و محکوم است. اسم های جدا شده رو کسی اعلام میکنه، مرزبندی چه با رژیم خراب شد؟ یعنی تمامش اجتهاد و اصطلاحات و شعر و شعارهای پوچ و بی منطق و بی معنی. اصلا این فرقه رجوی است، فقط منطق اون فقط میگنجه اینها، چه اسامی اسم جدا شده رو نبر، نگو به کسی من جدا شدم، سر در به اعلام کردی میشه مرز مخدوش کردی، فقط باید علیه رژیم باید حرف زد. خب علیه رژیم هم حرف میزنی، علیه چچنجه حرف میزنی، علیه زندان حرف میزنی. رژیم که فقط با ابا و امامه زده نیستیم، که هر جا زنده ما شکنده باشه، ما هم چون از اونجا در اومدیم همه وقتمونم بذاریم تو اگر افشاش بشی بکنی اوزا اونزاره جزا نمیرسی، عمری باید با رژیم مبارزه کردی. خب یه مدتی هم تو اومدی بیرون، سازایی که اونجا دیدی، تجربه های اونجا دیدی، به مردم ایران، به همین ملت، برای تاریخ، برای خلق باید بگی، بیان بکنی. یا چیزهای دیگه ای که بود، من الان بگم که یک مقاله هم زدن آقای علیه سیامت نادری، مثلا اینه ببینید، شماره 4 بود اون که نشون دادم، الان این شماره 5 رو اگه باز کنید، ایران افشاگر از سایت های جانبی فرقه رجوی، این تو لینک شماره 5 نوشته حقیقت مانا، چیز وبلاگ آقای سیامت نادری، چه زندان شکنجه، چه خودش دیده، چشیده، شکنجه دیده و شکنجه شده های دیگر دیده، داره افشا میکنه اسامیشون، عکساشون رو اعلام میکنه، نوشته حقیقت مانا حاصل جمع روان پریشی و خودفروشی. میده چی اصطلاحاتی، آقای کسی که اینو گوش بده میده ببینه، آخه گوش بده میفهمه که این جوان پریش چیه، خودفروش چیه، انسان فروش چیه. بله این زیانش چه نمیشه خوند اصلا دیگه، نخ بگیره اگه به خودش بخونی ببینی تا هدر من تیترش معلومه، جوان پریشی و خودفروشی اصطلاحات فرقه هست، نسبت میده به مخالفین کسایی که واقعیت ها رو دارن میگن. جوان پریش اون موقعی که 20 سال 30 سال کسی داخل سازمان همه چیز زندگیشو داده، اونجا روان پریش نیست، فقط یه دفعه ناجهان چی بیاد افشایی میکنه یه واقعیتی رو چونجا دیده میگه، این وقت دیگه میشه روان پریش. و من موضوع دیگری اگر سوالی هست بگید در این رابطه مطرح کنم، الان برم یه موضوع دیگه. نه این جالب بود که شما گفتید خود اینها و سایت هایی که کاملا معلومه که مال مجاهدین هست، شروع کردن شماها رو که جدا شده هستید به اصطلاح نشون میدن، یعنی شما مطرح هستید اونجا و افراد دیگه مثل آقای رضا رهبر و اون آقای که اسمی برید نادری اینا. در اصل دوستان من لینک ها رو نشون دادم، خودشون میتونن بعدا اگه بخوان به اصطلاح بیشتر مقاله رو بخونن یا با شما تماس بگیرن و دنبال کنن. هدف این برنامه این نیست که بدون هیچ گونه تحقیقی ما به دوستان بگیم بیان قضاوت کنیم، شما داستان خودتون رو میگید، نظر خودتون رو میگید، این دوستان بیننده هستن که با تحقیقی که میکنن بعدا قضاوت خواهند کرد. بفرمایید. بله، موضوع دیگه‌ای که من گفتم قبلا تو اطلاعی صحبتام هم اعلام شده در مورد نشست کنفرانس حقوق بشر و دموکراسی، اسمش بود کنفرانس حقوق بشر و دموکراسی سازمان ملل متحد در ژنو بود، که قبل از کنفرانس سران در رابطه با حقوق بشر و کنفرانس مقامات بالای کشورها در رابطه با حقوق بشر، قبل از اون کنفرانس انجمنها و جمعیت‌های مدافع حقوق بشر بود
چرما هم چون عضو جمعیت نه به تروریست و نه به فرقه ها هستیم، من و آقای داوود و داوود باقر بندرشد و همچنین از انجمن زنان چند تا انجمن های و جمعیت های جدا شدگان که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند، خب اینا به رسمیت شناخته شدن، ثبت شده هستن، از اونها هم مثل جمعیت های دیگری از همه کشورها دعوت شده بود. ما هم رفتیم اونجا در این کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هفته در دو هفته پیش شرکت کردیم. اونجا که از همه کشور، از ترکیه، از کشورهای خاورمیانه، از کشورهای آمریکای لاتین، از چین، از مغولستان، همه کشورهایی که حقوق بشر در اونها مطرحه، نقض حقوق بشر میکنن، انجمنهای ایرانی و عربی و ترکی و همچنین آمریکای لاتین و چه شرق دور اومده بودند، انجمنها و تشکلهایی که در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی فعالن که نظراتشون رو بگن و شاهواری هاشون رو بدن. از عراق مثلا از ایزدی ها اومدن، قربانیان داعش اومده بودن، زنایی که از زنایی که فرار کردن از داعش، کرد بودن، ایزدی کردی، ایزدی به کردی صحبت میکرد، ترجمه میکردن، شنزه هایی که دیده، وضعیتی که دیده اونجا در داعش، در همه انجمن، از همه انجمن ها و فعالان حقوق بشر دعوت شده بود. از جمله انجمن های ما جدا شدگان چه ثبت شده به عنوان فعالان حقوق بشر دعوت شده بود رفتیم اونجا، با مقامات و همه شرکت کننده ها صحبت می‌کردیم، خیلی در رابطه با ایران هم بود صحبت کردن، نقض حقوق بشر در ایران، انجمن های چه کارشونه، فعالیتشونه. ماها جدا شدگان هم در رابطه با نقض حقوق بشر در فرقه رجوی چه مسئولیتمونه، مسئولیت یکی مونه، به ما میگن آقا چرا یک کردین، چرا مرزبندی نمی‌کنید، خب ما چه صد سال هم بمونید حضرات چه غیر بی ماها چه مبارزه میکنن برای حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر اندازه ما چه نمیتونن فعالیت بکنن برای حقوق بشر در ایران، 20 سال 30 سال شبانه روزی ما 4-5 ساعت بیشتر نمیتونستیم بخوابیم، 18 ساعت روزی کار میکردیم. من که خودم در بخش سیاسی سازمان انبوه کتابای نقض حقوق بشر در ایران رو ترجمه کردم و یا تایپ کردیم یا نوشتیم تدوین کردیم اینها، که ولی الان که اومدیم بیرون ما وظیفه خودمون میدونیم، میبینیم که اونجا هم نقض حقوق بشر میشد، باید دنیا اینو مطلع بشه، اینو باید بفهمه، باید مطلع بشن هم ایرانی هم غیر ایرانی. ما با شنزه مخالفیم، با زندان هر جا باشه، ولی اونها رو غیر از ماها کسی نمیتونه بجه، از غیر ماها کسی باور نمیکنه. تو ماها دیدیم، شنزه شده ها دیدن، ما اونجا بودیم داخل اینا رو دیدیم، اون چه دیدیم رو باید بجه. اینی که ما با شخصیت های شرکت کننده در عین تحسین، در عین تأیید حرفاشون، در عین احترام به موقعیتشون و رأیشون، نظرشون در رابطه با اون کاری که دارن و وظیفه‌ای که دارن افشا کردن نقض حقوق بشر، ما هم نقض حقوق بشر رو در فرقه رجوی محدودیت علیه خانواده ها، علیه افراد، کنترلشون و محروم کردنشون از ارتباط با بیرون، با مخصوصا با خانواده هاشون و شکنجه ها و زندان ها و این همه خودمون دیدیم، این همه شکنجه های انواع اقسام فکری، ذهنی، جسمی، روحی چی دیدیم اونجا، اینها رو افشا می کردیم و مخصوصا در رابطه با ممنوعیت ازدواج، ممنوعیت و محروم کردن مردم از خانواده، از بچه، از وضعیت آوردن بچه ها از اروپا به پادگان های نظامی در حال زیر 18 سال بودن، سلاح می گرفتن بعضیشون اونجا، دختر من تعریف می کرد مسئول یک دختری بود زیر 16 ساله برده بودن اونجا، سلاح داده بودن بهش که بره دارم نوشتن جیر مفصل جمعن دختر بشیر بود فائزه نشبری هم می گفت رفته بود بالای نجهبانی میداده
یکی هم چی بوده اون یکی اسمش یادم نیست، چه همین دکتر محمدی چیز بود، تهرانی محمد نظیر چی بود میگفتیم، لادن چیز آلان محمدی، دختری بوده 16 ساله، خود مسئولش دختر من بود، میگفت از افراد تیم حساب یگان اون بود، میگفت ما گفتن این باید بره، اون مسئول بالا من گفت باید تفنگ بدیم بهش، بیرم بره نگهبانی یاد بده، باید یاد بگیره بره اونجا، میگفت اصلا خود دختر من نقل میکرد، میگفت بابا اصلا این از این تفنگ میدادیم دستش فکر میکرد اسباب بازیه، اصلا باش بازی میکرد، اینقدر سنش چند بود، بین 15-16 سال، اصلا ندیده بود، سلاح نمیدونست چیه، ارتش چیه، نظامی چیه، این باید درس بخونه، باید میگفت همینجوری میخواد کنجکاوی میکرد، میخواست یاد بگیره، چه زد با تفنج پر داده بودن با فشن و با خشاب پر رفته نجواری داده بوده، این همینجوری بازی میکرده، زد خودشو کشت. بعد آقایان گفتن چه چی گفتن در رابطه با دلیلش چیز دیگه تراشیدن که آره خود چیزی زده نمیدونم شلیک ناخواسته کرده فلان ناخواسته شده چی شد، که بعد در حالی که مطلقا هم اعلام نکردم بیرونی، فقط ما ها میدونستیم داخل تشکیلات که این بچه بوده و آوردن، نه اسمش داد نه چیزی، روی قبرش هم همونطور مجاهد شهید انگار تو عملیات بزن شهید شده هرچه ببینه، این اینقدر از این ها بود، هم بوده چه هست چه خوب انسان خوب ما میدیدیم اینا رو باید افشا کرد، اینا رو دنیا نمیدونه، از رو نقض حقوق کودکان، نقض حقوق بشر باشه چنزه، با زندان، با اعمال محدودیت، با محروم کردن افراد در دنیای امروز ارتباطات با هر گونه وسیله ارتباطی، که حتی عقب دیکتاتوری ترین رژیم ها در زندان های دیکتاتور ترین رژیم ها در از گوانتانامو جبته تا اوین و تا بدترین دکتاتوری ها دیدم، هم چنین منزوی کردن و چنین قطع ارتباط زندانی وجود نداره، هر زندانی حق داره ملاحق ملاقات داره، حداقل حتی زندانی ممنوع ملاقاتش هم باشه حق اطلاع بیرون داره، زندانی های حتی ملاقات هم نتونن بدن نامه رسوندن صلیب سرخ بهشون از خانوادهشون داره، تو اینجا یا صوتی یا تصویری یا ارتباط های به هر حال بعضی زندان ها چه مرخصی میدن میره خونه، این ها چه اصلا حتی زندانی اگر اینا رو حساب بکنی از حقوق در از حقوق ابتدای تن حقوقی زندانی هم برخوردار نیستن، چه فقط تحت عنوان ایدئولوژی حرام بودن خانواده اینا چه تحمیل کرده به افکارشون، بعد هم بپرس ازشون بپرس ببین خودش نمیخواد، سرا خودش نمیخواد بیاد بیرون از اون فضای اختناق، فضای کنترل سران فرقه، فرقه شجرداش اینه دیگه، ارتباط قطع میکنه فقط تو خودش گوشش رو پر کنه، فقط یه طرفه، و از اون در بیار دنیای امروز رو ببینه، حرف همه هم بشنوه، بعد بفهمیم چی آیا این اراده خودشه یا از جای دیگه تحمیل شده، و معلومه توی داخل اونجا هست بیاری هر جا هم بیاری معلومه میگه نه میترسی از اونجا، چون نبریده ارتباطش با اونجا بریده نشده، تو خودت بهش بگو تو این حرمت این تحریم خانواده رو این چیز ایدئولوژی چیشو لغو بکن، اگر واقعا میگی بگو و واقعا تو تشکیلات هیچ وقت نمیگه چه ایدئولوژیش میکنه تشکیلاتی میکنه و همه هم بر اون پایبند میشن، تعهد میگیره، بعدم میگه برو ازش بپرس بگو میای بیرون، میگه نه، برو با خانواده تماس میگیری، میگه نه، یه نفر دو نفر ده یه دفعه 2000 نفر هم خودشون میگه، همشون یه جور اراده دارن یه جور تصمیم دارن، این چه هر کسی میفهمه که آقا این فرقه هست، این اجباره، این زوره، یه نوع زوره، این هیچ جای دنیا نیست حق ارتباط با خانواده، حق این از کسی به هر بهانی به هر عنوانی تبلیغ ایدئولوژی و تحریم و هر عنوانی مذهبی غیر مذهبی کسی از این حق و از هیچ انسانی بگیره مجرمه، این جرم بین المللی، افراد داعشی هایی که از تو اروپا آخوندهایی که یا بعضی مقامات مذهبی یا حساب رهبران ایدئولوژی جون توی
بعضی کشورها هستن که منبر میان تبلیغ کردن، کتاب نوشتن یا جلسات خصوصی تشکیل دادن، افکارشون رو پر کردن، بلند شدن رفتن سوریه، رفتن کشته شدن یا میرن میفرستن اونجا، میان عملیات تروریستی انجام میدن، الان اونا رو دستگیر میکنن. حتی خودش اروپا اصلا نرفته، خودش عمل تروریستی هم انجام نداده. تو بلژیک رهبری یه رهبری شو از این داعشی ها رو مغزشون رو شستشون میداده میفرستاده به عملیات تروریستی. خب دستگیر کردن، نمیتونه بگه من کاری نکردم، خودم من قد دستور، یا مثلا اون خودش رفته من چی کار کنم، برو اونو بگه، نمیتونه بگه. این اینا اینا باید سران این رژیم رو باید مؤاخذه کنند، باید حسابرسی بکنند، باید محدود کنند، باید از اینها بخواهم حساب پس بدن، باید اینها رو به محاکمه بکشن، دادگاهی باید بشن اینها که این چنین فرقه ای رو درست کردن، که بدتر از افراد رو بدتر زندان ها اونجا زندانی کردن. آقای حسین نژاد، دوستان سوال میکنن که میدونید تعداد نفرات سازمان همکنون چه تعدادی است؟ آیا این گروه برای توسعه نفرات خودش در حال فعالیت هست؟ اگه جواب مثبت است، در کدام مناطق به دنبال به اصطلاح یارگیری هستند؟ آقای عیسی آزاده هم سلام میکنم خدمتشون. ایشون نوشته که سابقه نداشت که فرقه اسامی کسانی که جدا شدند را، چه افرادی که موضع ضد فرقه داشتند و چه افرادی که نداشتند را هرگز اعلام کنند. برای اولین بار در آلبانی دست به دامن جدا شدگان شده است، همون موضوعی که شما گفتید، چون این فرقه بله، چون این فرقه آنقدر دروغ میگوید که هیچ کس باور نمی کند. تمام اطلاعاتی که هم که فرقه اخیراً به نام جدا شدگان آلبانی داده است، تماماً خود فرقه آنها را تنظیم کرده و به افراد میگوید با یا تایید کنید یا اینکه حقوقتان قطع می شود. اون لینک چهاری که شما برای من فرستادید جالبه. اینا از بس میدونن که کسی بهشون اطمینان نداره، اون نوشته نامه رو به اصطلاح دوباره اون زیر گذاشتن، در صورت که شما قبلا توضیح دادید که خود شماها به اسامی مختلف مینشوندنتون که نامه بنویسید. درباره این که آیا کمیسریا میتونه افراد رو بگه از کشور آلبانی برید بیرون، آقای مصطفی محمدی نوشته که بله آقای سوربی، من هم در فرانسه که بودم فرقه رجوی فشار می آورد که من را هم از فرانسه بیرون کنند، که آقای حسین نژاد ریز به ریز در جریان بودند که دولت فرانسه بهشون گفت خب به چه علت ما باید این رو بیرون کنیم، و اونها مثل خر تو گل گیر کردند. نکته جالبی که آقای اکبری نوشته اگر کسی بگوید رجوی نمرده، به شعور ملت توهین شده. من با ایشون موافقم اینجا. مگر میشه کسی که میخواست همیشه مطرح باشه بره قید بشه؟ اینم واقعا جلوه، یعنی بله. توی این دور زمانی که میدونید ایشون از اون زمان امجدیه و اصلا عاشق صحبت کردن، عاشق پشت میکروفون رفتن، عاشق جلو دوربین بودن، تو جلسات خودشون اون جست مخصوص سیگار کشیدن و کلت به کمر داشتن و قدم زدن و اینها، به قول ایشون میگه که الا اینکه کسی مرده باشه که اینجوری قید میدیا و رسانه و اینها رو زده باشه. البته فکر کنم یه بار من شنیدم که ایشون به شدت مجروح شده و در اردن هست، باز یه بار دیگه شنیدم که ازش تعهد گرفتن به این شرط ما افراد سازمان رو همه رو با هم میبریم و میاریم و نگهداری میکنیم که تو بری کنار و هیچ کاری نکنی، و رفته اردن و اونجا هست، ولی من هم مثل دیگران خبر ندارم. حالا اگر کسی خبر جدیدی داره خوشحال میشیم که با شما دوستان هم تماس بگیره و به اصطلاح بگه که کجا به کجاست. بفرمایید. نه این چه مجروح شده، نه هیچ کدوم با همین چند چه شما گفتید هیچ کدوم با خودخواهی مسعود رجوی مطابق نیست، چون اینقدر این خودخواهه و واقعا خود مطرح کردن چند چه گفتید دوست داره، امکان نداشت. ولی واقعا اگه نمرده باشه این چنین سکوت کنه و این چنین از نظر اصلا به مطرح نشه و بره پشت پرده و بعد بجن همه بجن این کجاست و اینها و این جواب نه این
و با این روحیه افراد خودش روحیشون میبازن، افراد خودشون به هر حال این همه موج ریزش و جدایی میبینه خودش وطن نمیکنه خودشتون میدونه در این همه موج جدایی ریزه داره فرو میپاشه. خب میاد جلو بیجه بخوام شاید من یه حرف بزنم، شاید خیلی از اون صدای منی بشنوند بدونن که من هستم، مثلا حداقل به نظر خودش بشکنه که اینو جلوشو بگیره، حتما میومد مطرح میکرد خودش. و اینم اردن هم بعید مثلا زخمی هم بشه بالاخره 2 سال 3 سال چقدر طول میکشه، مثلا خوب میشه دیگه، حداقل میتونه حرف بزنه ضبط کنه بپرسته نخره. این نیست که مثلا لال بشه حد نیم اونها رو بیشه نمیشه اثبات کرد چه. این بیا مثلا مرحوم گفتن ترکی فیصل بلاخره نمیشه توضیح کرد، همینجوری سیناریو بعیده. این چنین این 100% اطلاع داشته به هر حال، و مناسب ترینش هم عربستانه، اردن بعیده چون اردن اینقدر تضاد اینجوری نداره با رژیم، ممکنه نفوذ کنه افراد رژیم در اردن، در هر حال سفارت داره، رابطه خوب داره با اردن، اونجور نداره چه رابطش قطع بشه و در حال نیست. و عربستان تنها کشوریست که تقریبا مثل صدام، یعنی اندازه ضدیت صدام تقریبا در حال جنگ حساب میشه، اونجا براشون امن تره، 100% اگه هم بره امن تر اینجا میره که بعد از عراق دیگه، غیر از بعد از عراق اونجا عراق بعد از زمان عراق صدام حسین اگه مشابهت کنی به درجه ضدیت و دشمنی با رژیم با ایران و رژیم ایران، این چیزه، این عربستان سعودیه فقط، احتمال زیاد اونجا میتونه، اون هم مرز عراق هم هست، راحت هم میتونستن ببرن، برحال پولش امکاناته اون هم خیلی بیشتر از اردنه، نفوذش تو منطقه. بله، من فقط در رابطه با این چیزی هم که الان گفتین، یه چی در آقای مصطفی محمدی گفته بود، این موضوع کمیساریا و بیرون کردن از آلبانی، من بعید میدونم این بتونه همچی چیزی، آخه نمیتونن اینقدر دیگه، کار غیرقانونی امکان نداره، کسی به ظلم فقط تو مصاحبه کرده بخواد بیرون کنن، این اینقدر دیگه نفوذ نداره، اینقدر دولت حتی تو عراقش هم اینقدر چیز نبود که بیاد اصلا دولت هم باشه، حتی دولت آلبانی هم نمیتونه به جه نفر بیرون کن، چه دولت آلبانی هم نمیتونه به کمیساریا دستور بده، چرا چه فرقه رضایی بخوان همچیزی تحمیل کنن. نه چنین چیزی های شایعه هست اگه چنین چیزی بود خود افراد چه اونجا این همه هنوز هم دارن مصاحبه میکنن کنن، چیز نیست که به خاطر این، نه این چنین چیزی بزرگ کردن فرقه هست نمیتونه، نه تو فرانسه که اصلا هم آقای محمدی گفت اصلا اینا اینقدر علیه ما ها توطئه کردن، حرف زدن به مقامات فرانسوی، با لابی هاشون رسوندن خیلی جاهل، حالا هیچ کدوم دولت فرانسه که نپذیرفته قبول نمی کنه، بالاخره عقل دارم تفریک دارن چه کدوم کار کرده، چه کار کرده علیه من داره می نویسه بنویسه، علیه هرچه حق داره، علیه هر حزبی هر جریانی افشاگری کنه بنویسه، گفتنه نمیتونن، دنیای به هر حال قوانین خودشون دارن، پایبندن به اون، خودشون نمیتونن این همه در برابر مثلا با فرقه چه هر دادستدی هم بکنن، بیجه اینجا رو به این صورت نمیتونن علنا قانون شکنی بکنن تا این حد چه بتونن یه نفر رو به جرم حرف زدن یا مصاحبه در کشوری بخوان اخراج کنن، مگر یک بهانه دیگری پیدا کنن، اون یک کاری جرمی مرتکب شده باشه یا یک کاری مرتکب تا چنین چیزی نباشه امکان نداره. حالا این نظر من بود، ولی امکان و من خودم شخصا نظرم اینه نمیتونن چنین کاری بکنن، اگر هم اقدامی کرده باشن گفته باشن کمیساری رو اونجوری در حد حرف باشه و بخوان یک انجاهای دیگری بچسبونن، یک مثلا امنیتی چیزی که اونم باید اثبات کنن، هرچز به همین حرف فقط گفتن حرف چونه فرقه رضای بیاد به دولت آلبانی یا به کمیساری چیزی بگه که فقط با حرف چه تسلیم نمیشن. خود منم رفتم اونجا بهم گفته بودن انواع اقسام، من یک هفته هم اونجا بودم، هر چقدر خواستم موندم و بعد اومدم بیرون، اینا به اطلاعات
آلبانی کلی علیه من حرف زده بودن، ولی چون حرف زده بودن میاد صحبت میکنه با آدم. یعنی اونا تلاششون رو میکنن، حالا همین که حتی مزاحم بشن، وقت شما رو بگیرن، به اصطلاح بریم بیان جوابگو باشید، خودش مسئله سازه. آقای حسین نژاد بریم صحبت میکنیم، من خودم رفتم صحبت کردم، خیلی افشا اینقدرم تشکر کردن، اینقدرم خوشحال شدن، چه چیزایی که نمیدونستن دونستن. یعنی شاید به ضرر اونها شد، نه میگم شاید به ضرر اونها هم شد این کاری که کردن. خیلی به ضررشون شد، من خودم خوشحال شدم. چی خودم من مثلا قبل از اینکه اینا میخواستم، من کاش باید میرفتم باهاش صحبت میکردم. اصلا خواستن و صحبت به خاطر حرفایی که اونا گفته بودن علی من، آی تروریست، آی امنیت ما را در خطر میندازه، آی خواهر مریم اینجاست میاد، اصلا خندهشون گرفت از دیدن من، اصلا موقعیت من، کار من، ترجمه نویسنده جزم تو خود مجاهدین بودم، کاری نویسنده ترجمه میکردم، بعدم معلم بودم نویسنده ترجمه میکردم، مدرس و مترجم، و بعدم کارهای من همش، بعدم روزنامه نگاری، الان کارم اصلا نه به تیپم این حرفای خندشون جیره خود سواب میگونو گفتم، افشاجری های داخل مجاهدین دیدم، گفتم تروریست های ترور های جینا کردن، گفتم به علت اینجا فهمیدیم اینا تروریستن، اینا فرقه هم، این کارهایی که داخل اومدیم بیرون، من اونجا بودم اومدم بیرون، اینها تروریستن، اینها فرقه هم، اینها این ضد انسانن، این کارهایی که میکنن دخترم و وضعیت زنان و افراد رو گفتن، اصلا کاملا اینها خیلی با احترام و اینها عذرخواهی کردن. و یه ساعتی قبل از پروازم فقط داشتم تو فرودگاه میرفتم، همزه اومدن خیلی با احترام به هواپیما. البته شما دارید راجع به فرانسه میگید، ممکنه موقعیت شرایط اداری و دولتی و من آلبانی رو میگم. آها شما آلبانی رو میگید، اوکی. بله بله، حتی دولت آلبانی، تو آلبانی من رفته بودم برای دیدن دخترم، گفتم خودم اومدم دخترم ببینم. بعدم سواب گفتم، کارهایی که اونجا دیده بودم گفتم، موقعیت خودم گفتم، کاری چی میکنم تو فرانسه، اصلا اینقدر افشا شد، اصلا بیشتر به ماهیت خود فرقه رضوی پی بردن. تو فرانسه هم همچین، تو فرانسه هم از وقتی من اومدم پنج سال، از پنج سال پیش هم که اومدیم اینجا، کلی از این حرفا زده بودن. ولی خب اولین اقدامی که میکنن این دولت ها چیه؟ آدم میخونن صحبت میکنن با آدم، با احترام، خیلی با احترام صحبت میکنن، بعد تو صحبت افشا میشن، بیشتر هم افشا شدن. تو خود وزارت کشور فرانسه که اول که من اومدم خواستن، کلی حرفایی که علیه من زده بودن، این اومده اینجا بوده، فرانسه بوده، حالا اومده و این اومدم، خودشون گفتن بابا این که فرانسه بوده، خودتون پناهندگی ازش گرفتی، براش گرفتی، این اقدامات خودتون معرفی کردین، اون موقع مجاهده معرفی میکردن پناهندگی بوده، بعدم 30 سال با شما بوده، کمیساریا معرفی کرده، بعدم این همه با شما ترجمه میکرده، کار میکرده، باباش کارش روزنامه‌نگاری و نویسندگی بوده. این اصلا گفتم افرادی که اینجا هستن الان دور برای مریم رجوی، همه خیلی هاشون فرماندهان نظامی تو عراق بودن، که من یک روزم تو اون دستگاه نظامیشون نبودم. این همه عملیات کردن، کلی آدم کشتن اومدن اینجا اطرافیان مریم رجوی، اینا فهمیدن همه چیز، میدونم که من چیم، موقعیتم چی، بیشترم گفته خودشون، گفتم ما اصلا میدونیم اینا فرقه هن. خودشون تو فرانسه که با من صحبت کردن، گفتم ما اصلا اینا رو به من فرقه مذهبی تروریستی میشناسیم اینا رو، و بیشتر هم الان از ما حمایت میکنن. خودشون بارها به ما گفتن شما چرا شما جدا شده، خود فرانسه، دولت فرانسه، من برای کارهام میرفتم الان برای همین امور اداری اینا، بارها از ما جدا شده ها، دولت فرانسه پرسیده، دولت رسما ها خودشون، شما جدا شده سر چند فعالیت میکنید، بیشتر اینا رو افشا کنید، ما اینا رو فرقه میشناسیم، اینها بیشتر از شما فعالیت دارن اینجا، چرا شما بیشتر فعالیت میکنید علی اینا رو افشا کنید، در بیشتر حرفتون رو، شما کمتر فعالیت میکنید. خود دولت فرانسه گفت به من، اینا دنیای مخصوصا فرانسه میشناسه، ما حرفای ما رو دیدن، شناختن، گفتیم حرفامونه، دنیای امروز اینطوری، اینجور نیست که بیان برای حرف اینا بها بدن. بله، اینی که شما میگید آقای حسین نژاد، سالها پیش وقتی که وزیر به اصطلاح اون رئیس تشریفات دربار شاه هم به بی بی سی گفته بود که شما خیلی برای حکومت پهلوی تبلیغ منفی میکنید و اینها، و اینها رو کم کنید، مسئولین بی بی سی یک خبری رو بهش نشون داده بودن که اون موقع ایرلند، اون به اصطلاح آزادیخواهای ایرلند بم میذاشتن، شلیک میکردن اینها، و گفته بود که ببین اینجا مملکت آزادی هست،
و ما حتی دشمنای خودمون که این ایرلندی ها هستن اخبارشون رو پخش میکنیم و اینجوری که شما میگید ما نمیتونیم مثل دستگاه های دولتی شما به اصطلاح دیکتاتورشیپی و خفقان داشته باشیم و هر کسی رو شما خواستید صداشو قطع کنیم، هر کیو دوست داشتید صداشو زیاد کنیم. شما در لینک هایی که فرستادید اون 4 و 5 اینا رو نشون دادیم، ولی 1 و 2 و 3 لینکی بود در رابطه با زنان. در این رابطه اگه میخواین صحبت کنید بفرمایید. یه چی هم بلان من صبح به ترتیب موضوعاتی که صحبت میکنم، پیروزی فعالیت های آلبانی رو گفتم، افشای زندان شنزه گفتم و گزاره هیئت خودمون از لینج شماره 10 و 11 رو فقط نشون بدین. دیگه من شهرش رو دادم. شرکت ما در کنفرانس حقوق بشر و دموکراسی در ژنو بود و همچنین دیدار با مقامات کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو بود. چون رفته بودیم تشکر کردیم از باز مقامات به خاطر اینکه پرداخت حقوق ماهانه جدا شدگان رو در آلبانی خودشون به عهده گرفتن. اینها دو میتونید در نشون دادن یه لحظه همین شماره 10 و 11 رو اینا رو هم نشون بدید. بعد من میرم روی موضوع دیگری در رابطه با برخورد 4 و 5 دوتای آخری که من سریع برم که الان دارم اینو نشون میدم که نوشته طرح سرکوب و شکنجه و تجاوز جنسی در فرقه رجوی در کنفرانس حقوق بشر در مقر سازمان ملل ژنو. چون خانم بطر سلطانی هم اومده بودن موضوع رقص رهایی و تظاهر جنسی به زنان و اینها رو تشریح کردن. اینا در حقیقت سمبول نقض حقوق بشر در فرقه رجوی هستن. بله ایشون و همچنین و موضوع دیگری در رابطه با من میخوام صحبت بکنم برخورد ارتجایی و عقب مونده فرقه رجوی با جنبش ضد حجاب در داخل ایران یک و علل و عوامل اصلی. ببین نوع برخوردشون واقعا ادعاهایی که این فرقه رجوی میکنه مبنی بر رهبری مقاومت، رهبر انقلاب نوین مردم ایران. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ اپوزیسیونی وجود نداره علیه رژیم. فقط ماییم بر رژیم. هرچه علیه ماست میشه رژیمی، هرچه با ماست میشه با مقاومت مردم و با باشه داخل ایران. بابا یک مقاومت هست، یک بالاخره اعتراض هست علیه حجاب. این آقایان اومدن خب گفتن چی این زنهای اول یه اطلاعیه دادن. میبینین اطلاعیه شماره 1 رو نشون بدید، لینک اول اجازه به زنان. این یه اطلاعی اولیشونه. در اطلاعی دوم اینو دیدن که خیلی دیگه خراب کردن، بعد نوشتن میگن که زنای بی حجاب رو دستگیر میکنن. حالا آخه تو ایران کسی زن بی حجاب وجود نداره که بی حجاب یعنی اعتراض رو مقاومت رو. ببینید این همه هم عکسای چه زنا میرن تو بالای سکو حجاب خودشونو برمیدارن در یک حرکت مسالمت آمیز. اعتراض به حجاب اجباری درسته، یک اعتراضه، یک مقاومته. همه دارن این دختران عکسشون رو پخش میکنن، یه عکسشون یا فیلمشون رو. این آقایان مطلقا یک نمونه هم عکسشون رو پخش نکردن. بعد اومدن این رو از اول اینو پخش کرده بودن در خود سایت مجاهدین به عنوان اطلاعیه رسمی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، یعنی اطلاعیه کمیسیون زنان مجاهدین، شورای چشم شوراشون، کمیسیون زنان سازمان مجاهدین اطلاعیه داده بودن. بعد این عکسام وسط اطلاعیه انداختن که زنای رژیمن با چادر اینها سرکوبه. اون سرکوب چرا خود اون زنی که اعتراض میکنه دختری که حجابشو برداشته نشون نمیده، چون نمیتونه نشون بده، چون خودش درگیره، خودش لچک داره، خودش باید اول به اجباری حجاب اجباری رو باید برداره. تا هر کس داخل تشکیلات مجاهدین باشه، تشکیلات حتی ارتش آزادی بخش ملی اسمشو گذاشته بود. بعضی دختران گول خورده بودن رفته بودن گفته بودن خب ارتش آزادی بخش ملیه دیگه، ملیه ارتش مجاهدین چی نگفتن که ما با عقیده غیر مذهبی لایک یا کمونیست یا مارکسیست بدون حجاب میریم اونجا. رفته بود اونجا گفته نه اینجا باید حجاب سرت کنی، باید روسری سرت. چرا
مگه ارتش آزمایش ملی نیست؟ نه، فرم ارتش آزمایش، فرم چیه؟ خب کلاه میذارم. یه چرا حتما باید این روسری سرت کنی؟ این چنین چیزی نیست. خب باشه، فرم تو هر ارتشی هم اگر موقع استراحت، موقع بیرون رفتن، موقع ورزش دیگه کلاه میذارن کنار، هیچ چیز کلاه سرش نمی کنن. تو رژه و تو شرایط خاصی کلاه میذارن. واسه روسری توی سر یک ذره مو نباید بیاد بیرون، هیچ وقت نباید بیرون. مطلقا این دست نباید داد به برادر دستش. خب اینا چی فرمایی از ارتضایی؟ اجبار، همش لباس اجباری، فرم حجاب اجباری داخل خود مجاهدین مطلقا. بعد میگه باشه، معتقدی، عقیده داری که اسلام یعنی روسری اسلامی، مرد نباید به زن نباید با دست. مریم نظری میره پارلمان اروپا، مردا میان جلو از اول باشون تیم میکنن، با اینشون دست ندین، دست دراز نکنید. بعد میگرده از فیلماش هست، میگرده یه زنی پیدا کنه بعد بره دست بده با اون، یعنی من دست میدم با زنا دست میدم. این ارتضایی بود تو دنیای امروز، تو ایران امروز، برای نسل امروز. تو میخوای رهبر مقاومت این نسل بشی، این که میره اونجا حجابشو برمیداره بعد تو میای عکس یه دونه عکس اونا رو جرات نداره بزنه، چون که آبروی خودش میره، اول به زنای خودش باید جواب بده چه بسرا ما اجباری کردیم حجاب رو، اینا چه علی حجاب اجباری دارن اعتراض میکنن. بعد اومد عکس به جای عکس اونا عکس زنای رژیم زده. بعد میاد این اطلاعی رو الان دیگه از سایتشون برداشتم، چون خیلی مفتزه شده بود، چون نوشتن که آی رژیم بی‌حجابا رو دستگیر میکنن، زنان رو به جرم نداشتن حجاب دستگیر میکنن، در حالی که به جرم برداشتن حجاب، نه نداشتن حجاب. چون اگه به جرم برداشتن حجاب بس یعنی خودشون هم باید بردارن. این دیگه الان چون دیگه خیلی احتمالاً اصلا داخل خود افراد شورا و اطرافیان یعنی خودش هم جدا غیر مذهبی های خودش هم که مثل بعضی هاشون هستن تو شورای مقاومتشون یا هوادارهاشون اعتراض کردن جدی این دیگه چی سیره چه نوشتین، اصلا صحبت از مقاومتی نیست. این مقاومته، شما رد شد کمیسیون شورای ملی مقاومت زدین امضا شد، خب این یک مقاومته، ولی شما نوشتین نه به ظلم برداشتن حجاب، به ظلم بی‌حجابی، یعنی پایین آوردن در این مقاومت رو، این اعتراض رو، در این زنان شجاع و قهرمان رو پایین آوردن در حد یک زن عادی یا افراد عادی که بی‌حجاب هم بله در رژیم دستگیرشون میکنه. این بعد اسمش هم گذاشته مقاومت. بعد اومدن این اطلاعی رو برداشتن، الان جی حذف کردن، الان من چونیشون دادم از حقیقت مانا از وبلاگ رئیس یا مکنادری بود که قبلا چیز کرده کپی کرده بود چسبونده بود نگه داشته بود، اون الان حذف کرده. بعد بذار اطلاعی دوم زدن، چه الان شما لیست چیز لینج شماره دو رو اگر باز کنید باز میشه اون لینک دوم است که اشکال داره. اشکال من یه مقدارش چون خیلی دراز بود حذف کردم تو این آره این الان یه برنامه‌ای هست آقای حسین نژاد، یه برنامه‌ای هست لینک های طولانی رو کوتاه میکنه با گوگل، ولی خود شما نمیتونید لینک رو کوتاه کنید، اون رو باید بدید بهش. گفتم یه تاشو ببرم ولی باز میشد. نه اینجا که من میزنم لینک همه لینک ها کار کرد به غیر از لینک دو نوشته. آره لینک سه رو هم باز کنید. بله. آره لینک سه، اعتراض و تظاهرات علیه حضور وزیر دادگستری رژیم ایران در شورای حقوق بشر. این همون جاییه که شما هم رفته بودید دیگه؟ بله بله. نه این بعد از اون کنفرانس برگزار شده، چون مقامات دولت ها اومدن. اول انجمن ها بود، ما توی کنفرانس حقوق بشر دموکراسی که انجمن ها و تشکل های غیر دولتی بودن، اول اونها رو برگزار کردن که رأی بدن، نظر بدن، فضا ایجاد کنن برای این کنفرانس. این همونه که مقامات دولتی رفتن، دولت ایران وزیر دادگستری خودش علیرضا آوایی رو فرستاده که حتی نماینده سوئیس و اینا هم بلند شدن مجلس رو ترک کردن و خیلی هم میپرسن که چرا دولت به اصطلاح آخوندا و حکومت روحانی این شخص رو فرستاده که خیلی بحث برانگیزه، کسی بوده که در سال 67 به اصطلاح مسئول چیزا بوده، اون اعدام ها و کشت و کشتار ها و اینها.
بعد این من این اینا رو برداشت، احتمالا این لینجا رو الان عوض کردن، الان اصلا اون لینج چیز دیگه بود. بله. من خودم دستم باز می‌کردم این لینج رو، خودشون یه خیلی افتضاح بود، الان فکر کنم اینو برداشتن. اینا اومده بودن اعتراض‌های زنان درست کرده بودن داخل ایران، بعد این افتضاحشون رو جبران کنن، اولا لینج دوم یه اطلاعی دیگه دادن، اون اطلاع قبلیشون رو حذف کردن، یعنی در حقیقت غلط کردن گفتن، دیدن خیلی افتضاحه، بعد اومدن یه اطلاعی دیگه بعدن دادن که بله این الان این لینج دوم که باز نمیشه. بعد این مقاله پیدا نشد، احتمالا همونی که شما میگید، چون اون بالاش نوشته کمیسیون و ایران کمیسیون زنان، این اطلاعی کمیسیون زنان ایران NCR یعنی شورای ملی مقاومت، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومتشون بعد از اون اطلاعی اولی که عکس زنهای رژیم زده و نوشته زنان به جرم بی‌حجابی عادی، زنهای عادی هم این کار دستگیر میکنن، دیدن خیلی افتضاح شده، از خودشون هم حتما اعتراض کردن، بالاخره از اون شخصیت های داخلشون تو فرانسه تو همینجا توی اوورسورواز مینویسن دیگه، بعد اومدن اونو حذف کردن، بعد اطلاعی دوم دادن که تو این اطلاعی دوم کمیسیون زنان که هر چی ببینه فکر میکنه این اولین اطلاعی است، در حالی که اطلاعی اولی رو حذف کردن، این دومی رو دادن که جبران کنن اون افتضاح رو. بعد اینجا دیگه نوشتن اعتراض زنان، سرکوب اعتراض زنان علیه بی‌حجابی، علیه حجاب، اعتراض سرکوب اعتراض زنان علیه حجاب اجباری. آقای حسین نژاد، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی آقای مصطفی محمدی میگن که لطفاً درباره مسعود رجوی که در زندان ساواک چطور با ساواک همکاری کرد را اگر میدونید بگید، اگر میخواین بله بفرمایید. بله آخرین مطلبش من الان میگم، یکی همون لینج سوم که الان اون نوشته تظاهرات علی حضور، این من لینجش اشتباه نکردم، هیچ کنم عوض کردن مطلبش رو، ممکنه برداشتن، ممکنه چون مطلب به فارسی می نیست مقاله پیدا نشد، ممکنه بله عوض کردن. بله این حتی این سومی هم که الان یه لینج دیگه هست هیچ کنم عوض کردن، نه لینک سوم اینجا باز میشه، لینک سوم اینجا باز میشه، یه عکسی هست از کفش ها که توش گل هست و آره باز میشه، ولی اون نبود، یه لینج یه چیز دیگه، خب دیگه عوض کردن لابد، آره عوض کردن، بذاش یه چیز دیگه زدن، احتمالا هم بذاش یه چیز دیگه زدن، این چیزه، این در رابطه با زنان بود که اینها اومدن یک سری زنای خود مجاهدین رو تو قرارگاهاشون پادگاناشون کاملا معلومه با عکساشون و صورتاشون رو پوشوندن که معلوم نشه، یعنی انگار زنای هوادارهای مجاهدین در داخل ایرانه، همه هم با روسری روز جلوشون عکسای شهدا رو گرفتن جلو صورتشون، بعد نوشته اعتراض زنان در داخل ایران، بعد اعتراض، بعد ما علیه سرکوب، علیه زندان، شکنجه، از نقض حقوق بشر اعتراض میکنیم، اینها یعنی به نوشته در به عنوان اعتراض زنان در داخل ایران، چه خیلی مسخره بود، فهم فکر کنم اینقدر مسخره بود دیگه اینا هم حذف کردن، چون هر مثلا شعار میده یه نفر با دست خودش شعار برداشته علیه زندان شکنجه و اعدام، علیه حجاب اجباری، ما ضد حجاب اجباری هستیم، خب این دست از کجا بوده، این از کجا معلوم این داخل ایرانه، توی آلبانی هم تو همون قرارگاه زندان اشرفی هم میتونی کسی بگیری پلاکارد دستش عکس برداره، یا اون دخترایی که صورتشون رو پوشوندن با حجاب کاملا همون لباسیه که دوی داخل مجاهدین به زنان تعبیه میکنن، همون نوروسری، همین پشت صورتشون گرفته، از کجا معلوم این داخل ایرانه، خیلی مسخره بود، چی مچیگنه ما هم داخل ایران فعالیت داریم علیه چیزا، حتی با حجاب برای آزادی زنان دارن مبارزه میکنن، زنان داخل ایران، خیلی با اونم زنای با حجابشون در این حجاب، خیلی خنددار بود اصلا، اینقدر خنددار بود من بچکنم اونم عوض شد، حالا این باز نمیشه. برای اون موضوع آخری که من میخوام در این 5 دقیقه اجل وقت دارم بچکنم، نه بله 4 دقیقه 5 دقیقه بله بفرما، من اینم فقط خلاصی بگم که یکی از موضوع دیگری که الان مطرح هست، مصاحبه های در سایت پژواک ایران میتونید ببینید، مصاحبه های آقای ایرج مصداقی با یک مقام سابق ساواک شاه و
مسئول تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود کمیته مشترک بوده، آقای پرویز معتمد در فرانسه است. این تو اون تو مصاحبه آخه بازی به طور بازی نه دیگه مسئول دستگیری ها بوده اونجا. الان شما باز کنید، من چیزشو گذاشتم، عدد چند تا اینجا گذاشته بودم تا دیگه وقت نشد نشون بدیم. من چیز گذاشته بودم اینجا چه حالا همینجوری اسمشو بگید دوستان میرن دیگه. الان شماره 9 رو نشون بدید، تو اونجا هست، از سایت پژواک ایران، مصاحبه آقای رزمیستاگی در رابطه با مسعود رجوی هست. پرویز معتمد میگه از مسئول دستگیری ها بود در زمان سواج. این خیلی روشن میگه من خودم مسئول رجوی سوار ماشین میکردم و بردم برای نشون دادن خونه حنیف نژاد. و خونه حنیف نژاد رو الان یه سرچ بزنم، میگه خود من اون موقع عملیاتی بودم در دستگیری ها شرکت میکردم، یعنی مسئول اصلا دستگیری ها و تعقیب مراقبت سواج بوده. همین مسعود رجوی را با ماشین جشن میبردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. کانی محمد حنیف نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی اون زمان بود، الان در آلبانیه، او لو داد. من زنج در خانه دقیق یادم هست، من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری های مسعود رجوی بود که با تلاش مسئولان سواج رجوی تخفیف مجازات گرفت، به خاطر این اعدام نشد. اسنادش را خودتان دیدید. آره اینا ببینید، میگه چرا سواج برای بقیه چین این کاری نکرد؟ برای حالا هی نشسته میگویم من 120 هزار شهید دادم، خب دادی چی دنبالت آقایت چی شد؟ حالا اون بحث دیگه. میگه چه بابا جون، این به خاطر این همکاری هاش میگه خودش کروکی چشید، کروکی رو چشید، داده بود دست ما، رفتیم تو خیابون، حتی ماشین ما رد شد از خونه حنیف نژاد، مسئول زیبی گفت نگه در خونه اینجا اینجا پیاده شدیم دستی شد. بعدم این چینیم بوده بودیم دیگه. بعد اومدن بقای بعضی هاشون مثل همنشین بهار آقای محمد جعفری، بعضی هاشون میان یا آقای پرویز یعقوبی در مصاحبه با همین آقای همنشین بهار میگن نه، ما اگر چنین چیزی بود که تو زندان زندانی ها مطلع بودن، چرا به زندانی ها افراد دیگر مجاهدین فدایان به رجوی با این چشم نگاه نمی کردن؟ اون مطلع نبودن، هیچ کس اونجا اکثرا مطلع نبودن کسی رو چی کسی لو داده یا کسی چه اعترافایی کرده، از کجا لو رفته. کسی هم که خودش نمیگفت که من رفتم خونه فلانی رو من نشون دادم گرفتن. از اون که مستنده حرف اون کسی چینا رو دستگیر کرده. امروز این آقای پرویز معتمد رئیس جشن مراقبت شنود سواج میگه چه بابا من خودم تو ماشین بردم خونه حنیف نژاد رو نشون داد و ما دستگیر کردیم. این چنین همکاری کرد، به خاطر این همکاری ها بود که مسئول زبیر از اعدام این همه رو اعدام کردن، مسئول زبیر اعدام نکردن. این دیگه واقعیت دیگه، نباید چیزی رو شون چون خودمون دوست داریم مثلا یه رسوبات جاذبه رجوی تو ذهن آقایان هست چنین چیزی رو نمیتونن نسبت بدن به رجوی. با دیگه این دیگه واضح تر از این رود با جزئیاتش هم میگید با جاهای دیگه با تمام جزئیاتش. بسیار هم ممنون آقای حسین نژاد، اجازه بدید چون نوشته بودیم که با آقای منوشهر عبدی هم خواهیم بود تا در رابطه با آلمانی صحبت کنن، از شما خداحافظی کنیم و تشکر کنیم و بریم سراغ آقای منوچهر عبدی در آلمانی. بفرمایید. بله اگر دیگه من درزی ندارم، فقط علیه این آنا گومز هم که ما تیزدیم در تهران رفته بود، این همه برای نقض حقوق بشر در تهران رفته بود، کلی هم برای نقض حقوق بشر در تهران صحبت کرده، ولی چه این هم اطلاعی دادن همون خانومی که دفاع کرد از دوستایی که مورد ضرب شد قرار گرفته بودن در پارلمان اروپا، از اونها بعد خود پارلمان اروپا گفت. بله اون ویدیو رو شما فرستادید دیدم، بله ویدیو رو اینجا نشون دادید. بسیار ممنونم از شما، با امید اینکه اونم علیه اطلاعی دادن در که اونم الان سوز و گداز کرده علیه اطلاعی دادن. میتونید اون تا من اگر بعدا آخر آقای عبدی صحبت کرد تمام شد، اگر وقت شد من گفته بودم یه دونه فیلمی گذاشتم که از خارج از موضوع ماست،
ولی اگر وقت کردین اینو نشون بدید، این فیلم مادر آقای مرتضی اکبری نسب رو، خیلی شماره 8 چیز لینج شماره 8 یه نیم چند ثانیه هست فقط، بله. یه دونه ترانه میخونی خیلی سوزناک واقعا برای پسرش. حالا میتونید شما این لینک ها رو زیر برنامه های فیسبوک هم قرار بدید، هم در صفحه شخصی خودم هم در صفحه مردم تیوی. از شما ممنونم، امیدوارم در برنامه های آینده خبرهای خوشتری رو به ما بدید. مرسی. بله خیلی ممنون، با تشکر و با معذرت از این چیز زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم، با امید دیدم. با آقای عبدی سلام برسیم، موفق باشید و انشالله خیلی ممنون. من خداحافظی میکنم، با سپاس. دوستان عزیز، با آقای قربانعلی حسین نژاد بودیم. اجازه بدید بریم سراغ آقای منوچهر عبدی. ممنونم که ایشون منتظر بوده. لطف کنن فیسبوک و چیزهای دیگر رو خاموش کنن تا به اصطلاح اینترنت قوی تر و بهتری داشته باشید. و خب حالا منوچهر عبدی یک بار دیگه، آقای سوربی، منوچهر عبدی پای کامپیوتر است. بله ما زنگ میزنیم ولی ایشون بر نمیدارن، مگر اینکه آیدی جدیدی گرفته باشن. لطف کنید به ایشون بگید با من تماس بگیره، چون این دوستان میگم هر وقت مشکلی پیدا میکنن و نمیتونن ساینین کنن تو حسابای قبلیشون، یه حساب جدید باز میکنن، بعد یادشون میره به ما بگن. نه مثل این که به خیر گذشت و آقای عبدی نشستن اینجا. آقا صدای ما رو میشنوین شما؟ آقا من صدای شما رو میشنوم، منتها من نمیدونم چرا رو اسکایپ کامپیوترم شما رو ندارم، رو گوشیم اومده. بله این برای اینه که شما به حرف من گوش نمیکنید. گفتم در موقع مصاحبه تمام دستگاه های دیگر رو خاموش کنید به غیر از اون دستگاهی که میخواین استفاده کنید. این اسکایپ میگرده، آخرین باری که با یک کامپیوتر کار کردین اونو دوباره میاره و معمولا این روزا با تلفنه. حالا چون وقتی زیادی نمونده با شما به همین صورت، ولی بعد خودتون تصویر رو نگاه کنید ببینید که اینجا تصویری شما به صورت عمودی نشون داده میشه. در هر صورت آقای منوچهر عبدی قبلا هم دو بار یا سه بار مهمان برنامه ما بودن. بسیار خوشحالم که آزادانه میتونن صحبت کنن و امروز درباره آلبانی و وضعیت سازمان مجاهدین یا فرقه رجوی در آلبانی با ما صحبت میکنه. بفرمایید با شما هستیم آقای عبدی. بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و واقعا معذرت میخوام از این مشکلی که پیش اومده بود. من باید قبلا چک میکردم این هماهنگی رو انجام میدادم. اینم مال بی علمی ما و قلطیمون از این دنیای بیرونه دیگه. اینم بلایی که همین فرقه سرمون آورده آقای جو. من عرض میخوام الان با گوشی و اینا. حالا ما اینجا یه جورای تعمیرش کردیم، مسئله نیست. بله بفرمایید. در مورد اوضاع احوال فرقه و اخبار روز، همونطوری که شما میدونین در نوبت قبلی آقای بهمن اعظمی و سعدالله سیفی رو فرقه تهدید کرده بودن، یه بار تلفنی، یک بار هم حضوری. خود آقای بهمن اعظمی رو تیابون اون آقای شهریار کیامنش و محسن حاجیان که از اعضای فرقه رجوی هستن که من تو برنامه های قبلی شما گفتم. ببینید آقای سوربی، ما جدا شده ها به خصوص من، آقای اعظمی و آقای سعدالله سیفی، بعد از مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های سراسری و مشهور آلبانی داشتیم سر فرقه رجوی و افشاگری‌ای که کردیم که اسم این کانال تلویزیونی تاپ چنل آلبانیا، بعد از اون ما دیدیم که این ریل به حساب تهدیدهای فرقه شروع شد. یک بار آقای بهمن اعظمی و سعدالله رو تلفنی، یک بار خود آقای اعظمی رو تو خیابون سر ایستگاه اتوبوس، و جدیداً دو هفته قبل آقای سعدالله سیفی رو هم توی خیابون، چند تا از همین اعضای فرقه از همین چماقدارای رجوی تو خیابون جلوشو گرفته بودن و کلی فوش و فضیحت و عکس گرفتن و که به حساب چرا داری افشاگری میکنی و مصاحبه میکنی و تهدید کرده بودنش به مرگ و اینا، که البته اونجا دیگه خود این آقای سیفی جلوشون خیلی محکم ایستاده بود، باهاشون برخورد کرده بود که اینا دیگه پا به فرار دومشون گذاشته بودن رو کولشون و فرار کرده بودن. بعد من تو وقتی که سعدالله اومد خونه آقای سیفی موضوع رو به من گفت، ما رفتیم
طبق وشاف همون ویل قانونی طبق قوانین خود آلبانی رفتیم کلانتری شکایت کردیم و این موضوع رو پیگیری کردیم. و منتها یک نکته ای که هست بعد از این موضوع، این تنظیم رابطه و برخورد خود همین سیستم پلیس و قضایی اینجا با این موضوع زیاد جدی نیست، یعنی این قضیه رو انگار جدی نمیگیرن، یعنی اینکه تا یه بلایی فرقه سر یکی از ما جدا شده ها که داریم به این شکل بر علیهش افشاگری میکنیم نیاره، اینا باورشون نمیشه که اینا تروریستن و جدی و دار و دستش همه تروریستن. بله این موضوع رو ما پیگیری کردیم، ولی خب واکنش پلیس و سیستم اینجا خیلی ضعیف بود به این موضوع. این خودش نشون دهنده اینه که لابیایی که خود فرقه الان توی همین سیستم پلیس اینجا، توی سیستم کمیساریا و توی دستگاه‌های دولتی آلبانی داره، بالاخره میخوان هر جوری شده ما رو به سکوت وادار بکنن، ولی واقعا اصلا اینطوری نیست. من اصلا هم من هم آقای اعظمی هم بقیه جدا شده ها کوتاه نمیایم، یعنی ما تا این دار و دسته رو به این مردم آلبانی معرفی نکنیم ولکن نیستیم. الان شبکه سراسری آلبانی تاپ چنل از وقتی که اینو پخش کرده، هم ما تنظیم رابطه کمیساریا رو دیدیم، هم خود فرقه هم که اینجوری تهدید کرده بچه ها رو. الان مثلا تنظیمی که خود کمیساریا بعد از این مصاحبه با ما چند نفر به خصوص داره، ما ها رو زیر فشار گذاشته که باید شما این محل سکونتی که الان اینجا توی این ساختمون حضور دارین رو باید ترک بکنیم. حرفشون هم اینه که میگن ما به حساب طبق اون دستورالعملی که از ژنو اومده، ما داریم الان اون کمک هزینه پناهندگی رو به شماها میدیم، شما باید اینجا رو ترک کنید. حالا شما خودتون فکرشون رو بکنید. من تو اروپا نمیدونم به حساب حقوق پناهندگی چقدره، هم یا شاید هم دقیق ندونم، شنیدم میگم $500. حالا توی اینجا آلبانی خود فرقه رجوی معادل $360 که میشه 45,000 لک به جدا شده ها میداد، بعد از اون اومد این رو کم کرد. الان هم کمیساریا حدود یک ماهی که داره این کمک هزینه رو میده، اینم به دنبال روی از همین فرقه رجوی داره، اینم همون سیتا رو میده. حالا از این بر $30,000 ده که معادل $240 میشه. حالا شما فکرشو بکنید تو کشوری مثل آلبانی با $240 ما هم باید بریم خونه بگیریم، هم باید چی هزینه ها و مخارج زندگیمون رو تامین کنیم. یعنی اینجا تحت فشار ما رو قرار دادن بعد از همین مصاحبه ها. الان شما فکرشو بکنید، مثلا من نمیدونم چند وقت الان هی برق قطع میشه، یه سری اومدن وسایل گرمایشیمون رو، مثلا الان توی این فصل به این سرما الان آلبانی دو سه روزه که داره برف میباره، یکی از مسئولین رمسا یکی از این مجموعه های کمیساریای عالی پناهندگیه، اومد اینجا هر چی شوفاژ بود جمع کرد و بود شوفاژ رو جمع کرده، نمیدونم مصرف برقتون بالاست. می‌بینید این به این شکله، فشارهای کمیساریا مستقیم نمیاد ماها رو به اون آقای حسین نژاد که فرمودن، فرمایششون کاملا متینه، دولت آلبانی یا این سیستم دولتی اینجا نمیاد مستقیم بگه که یالا شما از این کشور برید، یا کمیساریا نمیگه، ولی از اینجور فشارا میارن دیگه. آها شرایط رو اینقدر سخت میکنه، به قول معروف میگن به مرگ میگیره که طرف به تب راضی بشه. آقای کرمی نوشته که حقوق پناهندگی در اروپا €450 است، ولی خارج از اروپا نزدیک $600 است. آقای عبدی، آقای کرمی نوشته مسئله این است که ما که پلیس استان سوروا اولداز پلیس را هم خریدند و هیچ اقدامی نمی کند. چند سال قبل هم که مرا مورد ضرب و شتم قرار دادن، رفتم اداره پلیس، مرا از آن اداره با همان وضعیت خونین مالین بیرون کردن. من اون عکس‌ها رو دیدم، اگه آقای کرمی هم بتونه عکس‌ها رو بذاره یا لینکی بذاره که به اون رفت بشه خیلی خوبه. ولی این چیزی که شما میگید متاسفانه نه فقط اداره پلیس، وقتی کارا به دولت میرسه، حتی کارهای راهنمایی و رانندگی، حتی اونایی که پولی ندادن کسی رو بخرن، اینجوریه. همینجا در آمریکا تا چند نفر به اصطلاح زخمی نشن، هرچی مردم نامه می‌نویسن که آقا اینجا مثلا دید نداره یا خط‌کشی برای عابر پیاده نداره، هیچ اقدامی نمی‌کنن. وقتی یه بیچاره‌ای کشته میشه، اون موقع اونجا رو درست میکنن و اونجا رو به نام اون میذارن. حالا امیدواریم برای شما و دوستانتون به اصطلاح قبل از اینکه تجربه تلخی پیدا بشه اینا رسیدگی کنن.
پس اینجوری که شما میگید وضع دوستان در آلبانی سخته، مخصوصا چون سرد، هوا الان زمستونه و ای کاش یه سازمان ایرانی پیدا بشه از کشورهای دیگه به شماها کمک کنه، یه جوری شما رو زیر بال و پر خودش بگیره که شما مجبور نشین فقط به حقوق یو ان یا حقوق سازمان ملل یا هر چیزی که شما اونجا اسمش رو میگید به اونها اکتفا کنید. بله کاملا فرمایشتون درسته. الان به قول معروف میگن نوشدارو بعد مرگ سهراب، بعد از این مصاحبه که ما با این افشاگریه که در تار چانل کردیم، اینا مثل که پلیس اینجا زیاد جدی نمیگیرن این موضوع رو، این موضوع برایشون جدی نیست. ولی حالا یک موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم در مورد همین جدا شده ها و فرقه، الان یه تعدادی از این جدا شده ها هستن که مدت خیلی زیادیه، خیلی زیاده که توی این آلبانی واقعا سرگردونن، میخوان که از این کشور برن دنبال زندگیشون. رفتن که حتی خود فرقه هم کوچکترین کمکی به اینا نمیکنه، یعنی شرایط رو جوری سخت کرده میگه به من مربوط نیست. ولی در صورتی که الان یه تعداد از جدا شده ها هستن، یکی هست به اسم احمد تاجگردون، این از فرمانده های رده بالای خودشونه، الان مدت چند ماهیه که این از فرقه جدا شده اومده بیرون. چند روز پیش، دو سه روز پیش ما خبرش اومد که رفته آلمان، یعنی خود فرقه رجلی حدود 3000 یورو بهش داده توسط خود قاچاقبرهای خود فرقه تو آلمانی، این فرمانده و چند تا دیگه رو برداشته برده آلمان. حالا علت چیه؟ چون دست خود فرقه زیر سنگ همین افرادی مثل این، چون فرمانده های بالا بوده، تمام اطلاعات و جنایت ها و کسافتکاری های فرقه رو اینا ریز به ریز اصلا توش بودن، افرادی امثال این تاجگردون و کسای دیگه ای که چند تا دیگر هم هستن، اینا رو سریع از آلبانی خارج کردن. میدونه که اگر اینا اینجا باشن، اگر اینا هم بخوان دست افشاگری بزنن، بالاخره اینا رو با پول و تطمیع و نمیدونم دادن امکانات و وسایل و بردنشون از اینجا، بله یه همچین امکاناتی داره. ولی نفر الان اینجا هست، مدت خیلی زیادی اینجاست، توی شرایط خیلی سخت، یک دلار کمک نکرده این رژیم بهشون. افرادی که 25-30 سال عمر و جوانی و هستیشون رو به پای فرقه گذاشتن، الان چون فقط به دلیل جرم این که میخوان طرف آزاد باشه، دنبال زندگی فردی خودش باشه، نمیخواد باز جاسوسی برای رژیم بکنه، جاسوسی برای فرقه بکنه، نمیخواد توی دستگاه همین که فرقه اینجا تو آلبانی راه انداخته، خبرچینی و همین مزخرفاتی که خودش و امثال این تاجگردون و چند تایی دیگه هشتن. بله این هم یکی از کار. الان ما مثلا تعدادی از این بچه ها رفتن که برن آلمان، توی زندان یونان گیر کردن، ولی آدم های جنایتکاری مثل احمد تاجگردون 3000 یورو و کلی هم امکانات و به حساب پردادشون رو حل کرده بردادشون آلمان. فامیلیشون چیه؟ تاجگردون؟ بله بله، احمد تاجگردون. خب کاش که یه تاجی میگردون میداد به رجوی، ما رو راحت میکرد. آقای عبدی، دوستان نوشتن که آقای بها ابهری از کالیفرنیا نوشته که سلام میکنه به من و شما، خیلی ممنونم از شما دوستانی که آمدید و افشاگری میکنید، تشکر میکنه و میگه این مطالب جزء تاریخ ما هستن، تاریخی که همه باید بدانن. افشاگری مجاهدین جدا شده شامل بخشهایی از جمله لو دادن حنیف نژاد، به گفته کسی که همراه خود رجوی به دستگیری رفته، آن هم مقامی که در ساواک کارش این بوده، خیلی مهمه. با این آقای پرویز معتمد یا معتمر اثری، کتابی، مصاحبه‌ای در جای داره که آقای حسین نژاد بتونه یک لینک ازش بذاره یا وسایل آن را فراهم کنه که بشه پیدا کنیم و پخش کنیم؟ اگه شما دوستان یا کانون آوا یا آقای حسین نژاد همچین چیزی رو داره، لطف کنن برای من بفرستن، من پخش میکنم. متاسفانه به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، ولی به نظر میاد که شما این کار خبر نگاری رو داری خوب انجام میدی و امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشیم در برنامه ها. تا فعلا که از آلبانی به اصطلاح خبرها کمتره، شما بتونی ما رو در جریان جدیدترین خبرهای آلبانی قرار بدی. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. بله
من تشکر بکنم از شما. من فقط یک نکته‌ای که یادم رفت در مورد این آقای سعدالله سیفی که دو هفته پیش اسامی این دو نفر چماقدار رو من فکر میکنم یادم رفت که خدمتتون عرض کنم. این چماقدارای رجوی که آقای سعدالله سیفی رو تهدید کرده بودن اسمشون محمد کلانتری و بهمن بهادره. فقط خواستم این رو یادآوری کنم که این اسم این دو نفر رو هم گفته باشم. بنده هم تشکر میکنم از شما و هموطنان عزیز که پای صحبت ها بودن و ما تونستیم این اطلاعات و خبرها رو به سمع و نظرشون برسونیم. از لطف شما و همکاراتون تشکر میکنم. بنده عرضی ندارم، اگه شما امریاس بفرمایید. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم با رسیدن بهار هوای گرمتر به اصطلاح شما یه مقداری زندگی راحتتری در آلمانی داشته باشید یا هر جای دیگه‌ای که میخواین برید. شما میخواین اونجا وایسید یا کشور به اصطلاح سالس چندم باید بگم برای شما میشه کشور چهارم، چون اولیش ایران بوده، دومیش عراق، سومیش آلبانی. جای دیگه میخواین برین یا میخواین هم اونجا وایسین؟ تا والا ما که دلمون میخواد که بریم ایران، مملکت خودمون. بله بله، این که یکی از آرزوهامونه. بعد هم فعلا که اینجا حالا تو آلبانی در خدمت هموطنان هستیم تا کاملا این فرقه رو ما رسوا کنیم. یعنی ما حق و حقوقمون رو تا از حلقوم مریم رجوی و این سازمان بیرون نکشیم دستوردار نیستیم. بله، بنده آرزوم اینه که برم مملکتم، برم به کشورم خدمت کنم. والا گول اینا رو ما خوردیم، ما هم نفهمیدیم اینا چه جونه برایی هست. الان که پی به ماهیتشون بردیم، کشور خودم پیش بچه، پیش نوام، تا ببینیم خدا چی میخواد، خدا چی جوری کمک میکنه بتونیم بریم. ولی اینجا تو آلبانی هستیم تا انحلال این فرقه، اینجا هستیم در خدمت هموطنان. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم به تمام آرزوهاتون برسونید، نوتون هم سالم و شاد باشه، شما هم سلامت بالای سر خانواده. خیلی ممنون که ما بودید. قربان شما، خدا حافظ. به امید دیدار، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با وجودی که وقتی باقی نمونده، ولی چون آقای حسین نژاد خواستن از ما که این ویدیوی سوزناک رو واقعا بذاریم، براتون پخش میکنم. بیانی اندوهناک، مادر مرتضی اکبری نسب، اسیر فرقه رجوی در آلبانی، بعد از 33 سال انتظار برای دیدن فرزندش، یک ویدیو فرستاده که اینجا من به شما نشون میدم. اجازه بدید فکر کنم همین باشه. و بله، اینجا اجازه بدید این کامرای دو، متاسفانه اینم فیلمش رو با چیز گرفتن، با تلفن گرفتن. من از دوستان خواهش میکنم از امروز امتحان کنید، والله خیلی بهتر میشه. با دوربینم، با تلفنم اگر فیلم میگیرین، افقی، تلفنتون رو افقی نگه دارید. امیدوارم اینها هم به آرزوشون برسن و مرتضی سلامت به خونه و آغوش مادر و به اصطلاح فامیل برگردن. دوستان عزیز، ممنونم که با ما بودید. تلویزیون مردم و برنامه کانون آوا رو به دیگران معرفی کنید. این برنامه تا چند ساعت دیگه روی یوتیوب قرار میگیره، در آرشیو بایگانی تلویزیون مردم و کانون آوا هم موجود خواهد بود. اونایی که روی فیسبوک هست بر نمیداریم تا زمانی که خود فیسبوک نگه داشت به اصطلاح میداره، ما هم اونجا نگه میداریم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.